خب عزیزان، خیلی خوش آمدین به برنامه کاوش. من رو میبخشین اگه شماره این برنامه خاطرم نیست. 70 استاد. متشکر. شماره 70. کاوش شماره 70 هستش که در خدمتتون هستیم. خانم دکتر در مسافرت هستن و لطف کردن به من گفتن که من اداره کننده این برنامه باشم برای این جلسه و مهمون عزیزی داریم که از پاهای ثابت کاوش هست، جناب امید نعمتی، که یه شعر خیلی قشنگم برای کاوش گفتن که من از خودشون خواهش میکنم خودشون بگم الان که اینجا هستم به جای اینکه من تکرار کنم. بله، میگه دوستان بیایید با هم اندیشه کنیم، برویم و برویانیم، در انسانیت ریشه کنیم. درود بر شما جناب نعمتی. قراره در مورد بهزیستی و چگونگی بهزیستی انسان صحبت کنن و یک سیستم جدیدی میخوان این برنامه رو اجرا کنن. به جای که ایشون صحبت کنن میخوان ماها رو مورد سوال قرار بدن. حالا ببینیم که چه برنامه‌ای دارم. به هر حال قبل از اینکه شروع کنیم میخوام از تشکر کنم از رادیو قاصدک و رادیو، اگر عزیزان یادتون بیاد، من بینش و دانش فکر کنم بینش و دانش، من متنی رو که داشتم نمیتونم پیدا کنم، برای همین میبخشین از رادیوی عزیزی که برنامه رو دوباره پخش میکنن و اجازه میدن که این صحبت‌های ما به همه عزیزان فارسی زبان برسه. امروز همونطور که گفتم مهمون عزیزی داریم که ایشون خودش صابخونه است، آقای امید نعمتی. یکی از جوانانی هستن که توی برنامه کاوش هستن و امروز من خیلی هیجان زده بودم که قراره در مورد متد ایشون بوکتیتود درمانی صحبت بکنیم یا متد، اسم متد چی بود؟ میند؟ متد میم. میم یا نیم؟ میند. MIIND. بله. بله، میند. در ضمن میبخشید من یه ذره اگر یه چیزی هک نشده باشه زود از ذهنم میره، مگر اینکه هک بشه دیگه همیشه هست، هر وقتم میخوام خودش نخوامم میادم اینطوری، ولی میبخشید به هر حال تو ذهنم نبود، عذر میخوام از این همه کوتاهی در قسمت‌های مختلف، ولی خیلی اکسایتد هستم ببینم امید جان برنامه رو چه جوری شروع میکنن. خب عزیزم. درود بر دوستان عزیز، من امید نعمتی هستم، ایده پرداز مدل میند و بنیانگذار بوکتیتود درمانی، نویسنده رمان ذهن انسان و الگوهای شخصیت ها و همچنین مجموعه 12 جلدی میند اوارنس. خب امروز رو من با کمال میل حاضرم در مورد مدلم صحبت کنم، در مورد APS صحبت کنم، در مورد بوکتیتود تراپی صحبت کنم و حتما در ادامه در این برنامه های آینده در موردش صحبت میکنم، ولی امروز گفتم فرصتی شد که من با شناختی که از باقی دوستان دارم بیام از معلوماتشون بیشتر استفاده کنم و در حقیقت همون شعره که گفته بیایید با هم اندیشه کنیم، برویم خودمون و بعد برویانیم و بعدش هم اگر شد در انسانیت یک کمی ریشه کنیم. و یک سوالی که در ذهن من همیشه بوده اینه که اولا اینکه داستان چیه؟ این بزرگترین سوال زندگی من. داستان چیه؟ هر کسی میاد یه نقل قولی از خودش میگه و اکثرا بیشتر انترتینینگن تا اینکه، یعنی توی یه کانسپت درست میکنن، تو اون کانسپت خیلی قشنگه، همه چی جور در میاد، ولی یه ذره این زاویه رو که کج میکنی میبینی نه، داستان اصلا یه چیز دیگه است، این فرمولا اونجا نمیخوره، این قوانین بازی که در این داستان شما طرح کردی یه ذره ورترش نمیخونه. و خب خلاصه اون که دیگه خیلی سر دراز دارد، گفتیم خب حالا اون داستانی که به این راحتی نمیشه بفهمیم چیه، لااقل بفهمیم که چگونه میتونیم بهتر زندگی کنیم. و بعد دیدیم ای بابا اینم خودش یه دریاییه، این بهزیستی خودش
به اصطلاح خودش بحث بسیار گسترده ایه. یکی از دوستان اگر که لطف کنن رو میوت بذارن صدای بک‌گراند هم برام چکرم. و گفتیم که خب حالا دیگه امروز شروع کنیم. من میدونم که چندین دیدگاه مختلف وجود داره. روزبه عزیز دیدگاه‌های بسیار متفاوتی داره، شما دیدگاه‌های متفاوتی دارین. استاد علایی عزیز شنیدمشون صحبت‌های بسیار جالب و متفاوتی باز دارن. حالا گفتم که اینجا میکروفون دست من بیاد یکم هم سوال کنم بپرسم این تهش چیه. یعنی شما همیشه میایین میگین و همه میگن به به و چه چه، الان من دیگه میخوام بگم نه بابا اینی که گفتی یعنی چی، یکم در موردش سوال کنیم. حالا بیام از این شروع کنیم که اصلا بهزیستی چیه. یعنی وقتی که ما میگم میخوام بهتر زندگی کنیم، این بهتر زندگی کردن یعنی چی؟ این رو کلمه ها یکم باش بازی کنیم، بازش کنیم و بعد دیگه شروع کنیم ساز خودمون رو زدن. اگر که اجازه بدین از استاد امان شروع کنیم و بعد استاد علایی، روزبه عزیز و بقیه دوستان. و دوستان اینجا ما قصدمون نیست که کسی رو به چالش واقعی بکشیم. واقعا خیلی راحت بیان. بعضی موقع ممکنه خودتون فکر کنید یه صحبتی که میکنین خوب نیست، یا مثلا حرف زیادی برای گفتن نداریم خود من، ولی میگیم و همون یه دری رو باز میکنه به قول استاد امان که به جای بهتری ما رو میبره. خب استاد امان عزیز، بهزیستی یعنی چی؟ این کلمه یعنی چی؟ خب قبل از اینکه من پاسخ شما رو بدم، من یک پیشنهادی هم که دارم. عزیزانی که میخوان صحبت کنن، دستشون هم دست زردشون که در قسمت ریاکشن ها هستش، اگر برن میتونن ریز هند بکنن. اینجوری ما میدونیم که کی تو نوبته، به قول معروف، یا به قول انگلیسی ها تو کیو، توی ردیف کی هستش. والا من امیدوار بودم آخر صحبت کنم. امید جان، معمولا آدم ترجیح میده که صحبت های همه رو بشنوه، زرنگی کنه، همه رو جمع بکنه، بذاره توی بشقاب. آخر شما اون تمرین یوگا رو باید بگیم، اون برای آخر برنامه اونه، الان باید صحبت کنیم. والا منم میخوام یه ذره به قول معروف این شما بدجنسی بکنم. میخوام بگم سوال دارم به جای که جواب بدم. آیا اکثر ما واقعا زندگی میکنیم؟ که تازه بعد میخوایم در موردش صحبت کنیم، داریم بهزیستی میکنیم. آره خب الان یه سوال مطرح شد، اصلا زندگی یعنی چی؟ حالا بعد اول بگیم زندگی چیه، بعد بگیم چجور بهترش کنیم. خب هر جور که شما دلت میخواد زندگی میتونیم ما ها هر جوری بریم. فقط چیزی که هستش اینه که خیلی از من یادم سالها پیش کتاب هدیه گرفتم، اسم کتاب این بود Is there life before death؟ آیا زندگی قبل از مرگ وجود داره؟ و این نکته خیلی مهمیه که شما رو نمیدونم، ولی من وقتی که جوانترم بودم این خیلی برام پیش میومد که انقدر درگیر سوالا و مسائل و به قول شما معنیش چیه و چرا اینطوریه، انقدر درگیر اینا بودم که زندگی نمی کرد. دارم صحبتی که می کنم قبل از آشنایی من با یوگاست، من زندگی نمی کردم. من تو کلم بودم، می خوردم و می خوابیدم، ولی هیچ جاش نبودم. نه وقتی غذا می خوردم تو غذا خوردنم حضور داشتم، نه وقتی استراحت می کردم، نه وقتی یعنی همش فقط تو این درگیری ها بودم. به همین دلیل فکر میکنم جواب سوال رو دادن برای کسی که زندگی نمیکنه مثل یه قصه است، ولی برای کسی که زندگی میکنه خیلی راحت به همه همون میتونه بگه زندگی چیه. یکی از فلسفه استویک، یکی از فیلسوفای استویک اپیکتتوس یه حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه زمانی که شما غذا خوردی، با دوستات غذا خوردی، مهمونی رفتی،
با برادرت کشتی گرفتی، تو سر هم زدیم، چهار تا چیز رو دوست داشتی، چند تاشو از دست دادی، به دست آوردی، از دست دادی. تمام اینا رو وقتی داری تجربه میکنی و زندگی میکنی، اگر حضور داشته به فلسفهی که پشتش هست، زندگی کردی. یعنی وقتی فلسفهه، من آگاه به فلسفه زندگی خودم نیستم، همه اون کارا رو میکنم ولی زندگی نمیکنم، چون باهاش در تضادم. و خیلی از ماها غذا میخوریم، به قول سهراب میگه که آب بی فلسفه میخوردن. اون جور بودن با این سوالا معمولا آدم اصلا نمیتونه باشه که بخواد زندگیش کنه. این برای من بود. برای همین وقتی که با یوگا آشنا شدم، تازه شروع کردم به درک اون چی که تا قبلش داشتم ولی توش نبودم و زندگی نمی کردم. برای همین برای من اومدن به همین زندگی، غذا بخورم و غذا رو تجربه کنم، چایی بخورم چایی رو تجربه کنم، دوش که، یعنی اون چی که بهش ما میگیم زندگی، خوبش و بدش همش تجربهش کنم. چون من به جای اینکه تجربهش کنم، دوچار فلسفه بافی ها و خوب و بد ها و قضاوت ها بود. من دیگه صحبتی ندارم. بسیار عالی، خیلی ممنون. فقط من از دوستان درخواست کنم که خودشون رو میوت بذارن که صدای بکران نیاد. جناب مجیدی و یوزر 543191، اگر لطف کنید خودتون رو میوت کنید ممنون میشم. و روزبه عزیز دستشون بالاست. روزبه جان میدونم که درگیر کار خواهند بود، اینه که حالا از صحبت‌های روزبه عزیز ما بیشتر استفاده میکنیم تا حضور دارن در گروه. فقط نظر خودم رو در مورد صحبت‌های استاد امان بگم. استاد امان در مورد این چیزی که شما گفتین، کیفیت زندگی شخصی رو بالا میبره، یعنی بهزیستی در قالب فردی تا این حد قبولش کرده. به عزیز اگر رو میوت خودت رو بذاری متشکر میخوام. یعنی این چیزی که من از استاد امان شنیدم اینه که خب اون در حقیقت با تجربه کردن و در لحظه زندگی کردن ما آرامش داریم و کیفیت زندگی خودمون رو بالا بردیم. این در حقیقت اون شخصی که این روش رو استفاده میکنه، این سبک زندگی رو استفاده میکنه، به بهتر زیستن داره بهتر زندگی میکنه نسبت به کسی که این کار رو انجام نمیده. خب این در حقیقت در این حد که این یکی از تعداد خیلی زیاد مطالبی هست که باید بهش نگاه بشه، من این قطعا باش موافقم که روی این باید خیلی کار بشه، ولی به نظر من این یک قسمت کوچکی از کل داستان هست. حالا باید ببینیم کل جامعه چجوری میتونه بهتر زیستن پیدا کنه و آیا اگر که همه اینجوری آرامش اگر همه این سبک زندگی رو بلد شدن یاد بگیرن و یاد گرفتن و به این سبک زندگی کردن، آیا به اون روند پیشرفت جوامع بشری آسیبی نمیزنه، تغییر ایجاد نمیکنه؟ خب 100% تغییر ایجاد میکنه، ولی آیا این تغییر کلی یک تغییر مثبت خواهد بود، یک تغییر منفی خواهد بود؟ اصلا مثبتش چیه، منفیش چیه و الی آخر. ولی تا این تیکه من حرف استاد امان رو خیلی خوب متوجه شدم. حالا دوستانم نظر خودشون رو میتونن بگن، خوشحال میشیم بشنویم که با در لحظه زندگی کردن و حضور داشتن ما میتونیم لحظات بهتری رو برای خودمون بسازیم و به اون نیاز به آرامش که یکی از نیازهای غریزی عمده انسان هست، به اون خیلی قشنگ پاسخ بدیم. و وقتی که آرامش داشته باشیم، در حقیقت بستری ما فراهم کردیم که به نیازهای غریزی دیگه‌مون هم بهتر پاسخ بدیم. حالا همین حرفی هم که خودم زدم 100% کانفرمش نمی‌کنم، چون معمولا یه حرفی که میزنم میشینم خودم اینقدر تحلیلش میکنم ببینم درست گفتم یا نه، به خودم هم گیر میدم. اینه که حالا بازم ادامه میدیم ببینیم بحث کجا میرسه. حالا بشنویم ببینیم روزبه چی میگه. روزبه جام بفهم.
سلام به همه عزیزان. امید جان صدا ما داری؟ بله بله، خوش اومدی روز به جون. بفهم، من باید شعر شروع کنم در مورد این بهزیستی در زندگی. میگه که معنای زندگی نبردیست، که از آن نبرد از بند وارهند آنان که بردند، بهروزتر زیان آنان که زندند. صدا ما هست؟ بله بفهم. اوکی، من الان صحبت کردم نشید این تیکه رو به شعر گفتم. کامل صداتون اومد روز بجن، بفهم. خودم شاید اسکوپ بشم چون دو تاست. خب در مورد بهزیستی امید جان، من فکر کنم اگر روزمون در نهایت جوری زندگی کنیم که آخر روز از خودمون در واقع احساس خوبی داشته باشیم، راضی باشیم، در درون یه فکولتی درونمون هست که میفهمه که ما الان پرت روز گذروندیم، بیهوده هدر رفتیم یا پرادکتیو بودیم، چیزی رو ساختیم، به دردی خوردیم، چه به درد خودمون چه به درد جامعه، و اون حس درونی که از خود راضی بودن، نه که الان خودستایی منظورم نیست، در نهایت روز پیش بیاد. به نظر من هر روز رو که بهتر از روز بهترین باشیم که اون روز، اون میشه مجموعش میشه گفت بهروزیستی در واقع، بهروزتر زیستن. در کنارش هم دوست داشتم، من همیشه این سوال رو داشتم که دوست داشتم خودت امید اون تئوری بهروزیستی رو، حالا تلفظش من اشتباه شد بگم، یک مقدار کوچولو توضیح بدی برامون، نظر خودت رو بگی و اینکه اون نظرت رو بدونی. بله حتما میگم، الان میخوایم بگم، کوتاه بگم. آره چرا که نه، خیلی آره. اوکی، من همین الان میگم و خیلی خوشحال میشم بازم به چالش کشیده بشم. خب یه مختصر بگم که چیه. ما سه تا مقاله من دارم، یکیش مقاله APS، یکی ذهن میند و دیگری بوکتچیل تراپی. مدل میند در حقیقت یک شکل تمثیلی و تصویری از ذهن انسانه. یعنی ما وقتی که میگیم ذهن، از هر کسی که میپرسیم ذهن، هر کسی تعریف خودش رو میگه، بعد یکی میگه اون من نظارگر، یکی میگه من بهتر، من حقیقی، من واقعی. تعریف یعنی شما اگر که اعتقادات انسانهای مختلف رو در مورد ذهن کنار هم بذاری، میبینی که چقدر با هم متفاوتن. مدل میند کاملا حرفاش مشخصه که چی زده، و هر چیزی که مربوط به انسان میشه، از کوچکترین سنسیشنایی که شما داری، ضربان قلبت، افکارت، عواطفت، احساساتت، در مدل میند در حقیقت جاش مشخص شده و مشخصه که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. یعنی شما هیچ چیزی نخواهی داشت که بگی در انسان یک همچین چیزی وجود داشته داره و در مدل میند اون جاش تعبیه نشده. حتی گروه خونی، حتی اون صدایی که میشنوی، هر چیزی که میبینی، کوچکترین تنشن های سلول های بدنه، تمام اینا در مدل میند جای خودش رو داره و نشون میده که چگونه با تغییر هر کدوم از اینا شما مسیر زندگیت میتونه عوض شه. این مدل مینده. بر اساس مدل میند در 12 تا کتاب توضیح داده شده که این 12 تا لول در حقیقت، و این 12 تا کتاب در یک رمان به اسم The Human Mind and Patterns of Characters به صورت تمثیلی و داستانی بیان شده. یعنی شما رمان رو که میخونی یک داستان میخونی، ولی اگر که بخوای مثلا عمقش رو بدونی، یعنی متوجه نمیشی که شما فرض کن یه جای رومو از جولیت خواستگاری میکنه، جولیت میگه نه، خب این تو داستان شما همین رو میخونی و ادامه میدی، ولی در 12 تا کتاب میاد مثلا فرض کنید طرحواره های رومو رو بررسی میکنه، بعد نحوه شکلی PTSD رو بررسی میکنه و الی آخر. در عمق بیشتری به صورت علمی برای متخصصین اون 12 تا کتاب ساخته شده. حالا کل این فلسفه که من گفتم میشه ذهن انسان، کل این میشه یک قسمتی، یعنی کل وجود انسان و این هیومن منوالت مثل دفترچه‌ای که میگه که انسان چجوری کار میکنه. همونطور که ما برای تلویزیون، برای ماشین یه دفترچه داریم میگه چجوری کار میکنه، این هم در حقیقت میگه که انسان چجوری کار میکنه، هم ذهنش هم کل وجود انسان دفترچه چجوری کار میکنه. و
جدا از این، این میشه یک قسمت کوچکی از سیستم APS، ACOS Positioning System. ACOS Positioning System با الهام گرفتن از سیستم GPS، همونطوری که ما از یک نقطه جغرافیایی به یک نقطه جغرافیایی میریم، میگه که انسان چگونه از یک موقعیتی به یک موقعیت دیگه میره. یعنی هر لحظه ما موقعیت به موقعیت در این موقعیت‌ها داریم حرکت میکنیم. به عنوان مثال چند دقیقه پیش من از لحاظ جغرافیایی همینجا بودم، سنم فقط چند دقیقه از الان جوان‌تر بود، سلامتیم با الان خیلی فرقی نکرده، تنها چیزی که عوض شده من شروع به صحبت کردن کردم، ولی قبلش شروع به گوش کردن بودم و کل زندگی من بر اساس حرکت بین این موقعیت‌ها شکل میگیره. حالا سیستم APS توضیح میده که انسان‌ها چجوری روی این موقعیت‌ها حرکت می‌کنن. به عنوان مثال الان امان عزیز یک صحبتی کرد، اون صحبت در بوکتیتیود من پردازش شد، در میند من پردازش شد و این نوع افکار عواطف احساسات رو در من به وجود آورد و بر اساس اون من وارد موقعیتی شدم که این صحبت‌ها رو کردم. من میتونستم وارد یه صحبتی بشم که بگم نه نه استاد امان شما اشتباه میگی، یه صحبت دیگه ای بکنم. میتونستم استاد امان یه چیزی بگن من عصبانی بشم و من خاموش کنم بگم اصلا نمیخوام. این که ما چگونه انتخاب میکنیم و چگونه وارد مسیرهای مختلفی میشیم رو در سیستم APS صحبت میکنه. حالا در سیستم APS مشخص میکنه یک سری اتفاقات هست که ما درش دخیل نیستیم، مثلا همین الان که من اینجا هستم اگر زلزله بیاد من کار زیادی نمیتونم بکنم، ولی یک سری اتفاقها هست که ما درش دخیل هستیم و این در تصمیمها و تحلیلهای ما شکل میگیره. خب در این قسمت دیگه مربوط میشه به مدل میند، توضیح میده که ما چجوری آغازگرها رو که از واحد حواسمون وارد میشن دریافت میکنیم، چجوری تحلیل میکنیم، بر اساس اون چه نمایشی در درون ما شکل میگیره و بر اساس نمایشی که درون ما شکل میگیره چه رفتاری میکنیم و اون رفتاره چه نمایشی در اون جامعه‌ای که درش هستیم به پا میکنه. الان من در درون خودم یک نمایش دارم، یه نمایش هم اینجا ما با هم داریم دیگه، الان استاد امان هستن داریم با هم صحبت میکنیم، همه ما یه نمایش در درون خودمون داریم، یه نمایش عمومی هم داریم، حالا همزمان یک نمایش عمومی هم تو کل جهان هستی داره اتفاق میفته، حالا در آینده در مریخ و ماه و اینا هم هست، ولی الان فرض کن کره زمینه. اوکی، حالا با این نمایشی که ما در درون خودمون داریم میتونیم یک نمایشی درست کنیم که این نمایشه یک تأثیر بسیار مثبتی در این نمایش کلی که در دنیا داره اتفاق میفته بذاره، یا برعکسش منفی بذاره، یا معمولا اتفاق مهمی نمیفته، یا حالا اگه اتفاقی بیفته 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 2000 سال دیگه شاید بیفته شاید نیفته، ولی نهایتا اون نمایش کلی بر اساس همین نمایش های کوچیکی هست که در ذهن افراد مختلف در صحنه نمایش اکنون ها میگذره. حالا کل اینا در سیستم APS یک پارچه شده، یعنی سیستم APS مشخص میکنه که هر شخص در چه مسیری حرکت میکنه و کل این عصری که ما درش هستیم در چه مسیری داره حرکت میکنه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی سوم، چهارم، پنجم، الی آخر، حالا آخری معلوم نیست باشه بعد از سوم و بعدش خلاص، یا اینکه مثلا نه صلح بشه و هر اتفاقی که میفته. مثلا الان شما نگاه بکنین، جنگ جهانی اول از صحنه نمایش اکنون یک شخصی تریگرش خورد که زمانی که تفنگ گرفت یه صدای گفت شلیک کن، اگه همون لحظه یه صدای گفته بود نه شلیک نکن، نه این کارو نکن، اینجوری میشه، یکی زده بود زیر دستش، همون موقع سکته کرده بود، همون موقع عدسه کرده بود، سرنوشت انسان به این شکل نبود. یعنی جنگ جهانی اول رخ نمیداد که بعدش جنگ جهانی دوم رخ نمیداد. حالا نمیگم که اگه این اتفاق نمیافتاده بود همه چی خوب بود، شاید اتفاق بدتری میافتاد، ولی به این شکل نمیافتاد. در سیستم APS چگونگی رخ دادن این اتفاقها بررسی میشه که دیگه اون قسمت میند هم میشه یک قسمتی از سیستم APS. این خیلی خلاصه ای بود از اون فلسفه ای که من دارم، ولی در مورد این من 300 ساعت صحبت دارم، یعنی 300 ساعت صحبت میکنم. اینه که هر قسمتش واقعا قسمت های زیادی داره. مثلا الان شما استاد امان و روزبه عزیز در مورد دایرکتینگ
کارگردانی صحنه نمایش اکنونمون صحبت کردیم. اگه بخوام صحبت شما رو در مدل میند و ای پی اس نگاه کنم، شما دارین میگین که چگونه صحنه نمایش اکنونمون رو کارگردانی کنیم. استادمان گفتن من نظارگرت باید فعال باشه، یعنی اون جنس از افکاری که نظاره میکنه افکار دیگر رو، یا حالا بنا به تعبیری متاکاگنیشن، و بعد اون باورها، شناختها و شرطی شدگی هایی که به ما این اختیار، این امکان رو میده که بتونیم صحنه نمایش اکنونمون رو آنگونه که مطلوب هست اونگونه اداره کنیم، که به تعبیر استادمان گفتن در لحظه زندگی کردن و در لحظه بودن و در حقیقت زندگی کردن. این نمیدونم روز به عزیز اگر که صحبتام کافی بود، جالب بود یا نه. همش جذابتر میشه وقتی صحبت میکنید. از این 300 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر توضیح بده در مورد وقت داریم. مثلا صحنه نمایش اکنون چجوری میتونه تو صحنه نمایش جامعه بعدش هم بوریا تاثیر بذاره؟ ما باید چیکار کنیم که این صحنه نمایش اکنون رو تاثیر بذاره؟ روزبه جان شما اون یکی تلفن، اون یکی تو باید کاملا آف کنی که دوباره لوپ نکنه. این طرف الان صدا میاد. اوکی الان خوبه. آره آره دوستش رو افتاد روی هم دیگه. خب از دوباره بگم، هیچی شیده نشد. بگو دوباره لطفا. دوباره بگم. صدا رو صدا بود، ببخشید حواسم نبود، بحث تکنولوژی پیشرفت نکردم هنوز خودم شخصا. خدمت ارسان که امید خیلی عالی بود، جذابتر میشه که وقتی برای توضیح میدی یه چیزای بیشتری مفهوم میشه. ببین من سوالی که دارم اینه که صحنه نمایش اکنون شخصیمونو چجوری، حالا بعضی میگن حالا کلاش القا نه، تأثیر بذاریم روی صحنه نمایش جامعه بعدش هم جهان، بعد چه کار کرد که این صحنه نمایش تأثیر بذاره؟ دقیقاً، یعنی شما الان دقیقاً دارین میگین که چگونه به بهزیستی دست پیدا کنیم، سوال امروز. و بله، حالا من خیلی خلاصه میگم. بله ببین، صحنه نمایش اکنون، اون صحنه نمایش اکنون من خیلی خلاصه بخوام بگم، روز برو جانی کاش که رو میوت میذاشتی و من آره. صحنه نمایش اکنون من افکار، عواطف، احساسات هستن که حالا این افکارها ما به شکل میبینیم، یعنی این الان به کلمه میگیم افکار، عواطف و احساسات، ولی در صحنه نمایش اکنون اینا رو ما به صورت ویژوال میبینیم. یعنی وقتی که شما میگین من خشمگینم، داریم در مورد یک نوع نمایش خاص صحبت میکنیم که در اونجا من خشمگین داره بازی میکنه، همزمان که من خشمگین داره بازی میکنه روی صحنه نمایش اکنون پشت استیج ایندیکیتورهای مختلفی هست که فشار خونت رو نشون میده، میزان قند خونت رو نشون میده، ضربان قلبت رو نشون میده، تنشنت رو نشون میده، و این صحنه نمایش اکنون شما هست که نهایتاً رفتار شما رو شکل میده. یعنی your behavior is the absolute reflection of your stage of now. رفتار شما ریفلکشن، بازتاب قطعی اتفاقاتی هست که در صحنه نمایش اکنون شما میفته، و هیچ چیزی نیست که در وجود انسان باشه که تا الان کشف شده باشه و من ازش اطلاع داشته باشم و در صحنه نمایش اکنون نباشه. در صحنه نمایش اکنون کوچکترین چیزی که در مورد وجود انسان وجود داره ما داریمش. حتی چیزهایی هم که هنوز من اطلاع ندارم، کشف نشده، جاش گذاشته شده. اگر فردا کشف شد اینجا گذاشته بشه. حالا وقتی که ما صحنه نمایش اکنونمون رو بتونیم کارگردانی کنیم، میتونیم، یعنی اگر که سیستمی باشه که صحنه نمایش اکنون افراد بشه کارگردانی بشه، اون نمایشی که در کل دنیا اتفاق میفته هم میتونه کارگردانی بشه و به بهتر زیستن دست پیدا کنه. حالا همچین چیزی غیر ممکنه که ما به صورت 100% بتونیم نمایشی که در دنیا اتفاق میفته رو کارگردانی کنیم و نمایشی که در صحنه نمایش اکنونمون اتفاق میفته کارگردانی کنیم. حالا سوال شما رو، اینا رو همه اینا رو خیلی خلاصه دارم میگم، چه چیز صحنه نمایش اکنون ما رو شکل میده؟ صحنه نمایش اکنون ما برای برآورده کردن یک
یا بیش از یک نیاز از نیازهای هشتگانه ما هست که در مدل میند نیازها به 8 دسته تقسیم شده که 5 تا از این نیازها از ویلیام گلاسر وام گرفته شده که همیشه تو رفرنس هم گفته شده و منم به زبون گفته میشم، 3 تا دیگه اضافه کردم. حالا چرا و اینا رو بعدا میتونیم در موردش صحبت کنیم. برای برآورده کردن یک یا بیش از یکی از این نیازها ما برای در صحنه نمایش اکرانمون که مرتبا نمایش ایجاد میکنیم. حالا نحوه ایجاد این نمایش، اون نمایشه بستگی به ژنتیک ما داره که ما در مدل میند به عنوان خاک بوکتچیود میشناسیمش و صخره های بوکتچیود. حالا اینا هم باز خاک بوکتچیود عمیق‌تر از این میره و نیازهای غریزی ما، ژنتیک ما که نیازهای غریزی ما هم با خود ژنتیک وارد میشه و شناخت‌ها و شرطی شدگی‌ها که ما به عنوان درخت‌های بوکتچیود در مدل میند بهش یا ازش یاد می‌کنیم. بر اساس این نمایشی در صحنه نمایش اکنون ما شکل می‌گیره. همین الان شما یک صحبتی کردید، درسته؟ که گفتیم که اگر که ما با این کار می‌تونیم به بهتر زیستن دست پیدا کنیم. استاد امان یه صحبتی کردن، گفتن در لحظه صحبت زندگی کردن. خب این صحبت استاد امان از طریق گوش من وارد شد، چشما هم دید استاد امان رو، از قبل هم شناختی از استاد امان داشتم و تمام اینا در پردازشگر ذهن من شناخت‌های جدیدی ایجاد کرد که این شناخت‌ها نمایش صحنه نمایش اکنون من رو تغییر میده. حالا بعضی موقع این تغییر خیلی زیاده، بعضی موقع خیلی کمه، بعضی موقع ممکنه دو روز دیگه، دو سال هیچ تغییر محسوسی ایجاد نکنه، یه دفعه یه نفر یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه با این شناختایی که دو سال قبل استاد امان در من ایجاد کرده بود و من اصلا فراموشش کرده بودم، بگم امان دو سال پیش همچین حرفی زد و بعدش من با اون شخص برم فرض کن یه یوگا کمپی و یه دفعه مسیر زندگی من عوض شه. خب یعنی چی؟ یعنی مسیر زندگی نمایش کل دنیا داره عوض میشه دیگه. حالا این حرکته در حد من رفتن یه یوگا کمپ یا یه کاری کردنه، ولی در مورد فرض کن باورها، یک حرفی به یک شخصی که حرفاش واقعا برای دنیا خیلی مهمه در اون شکل بگیره، خب چگونه شناخت عوض شدن شناخت این، حالا با نیاز با ژنتیکش که خیلی نمیشه کاری کرد، ولی شناخت ها رو میشه عوض کرد در یه پله فراتر شرطی شدگی ها رو که مربوط به میند اوتوپایلوت سیستم میشه، سیستم خودکار ذهن که حالا در موردش میشه صحبت کرد، اون رو عوض کرد و نهایتا نمایش صحنه نمایش اکنون شخص رو عوض کرد، بتونه کارگردانی کنه و کل این نمایش کل دنیا رو در عوض عوض میکنه. در حقیقت الان امروز ما این درست کردیم این روم رو و من سوال دارم میکنم، شما با سوالاتون نمایش صحنه نمایش اکنون من رو عوض میکنید، هممون نمایش صحنه نمایش اکنون ماها داره عوض میشه، بر اساس اون یادگیری های جدید ایجاد میشه و بر اساس این یادگیری های جدید قصد ما اینه که نهایتاً حدس بزنیم، یه کلوی پیدا کنیم، یه سرنخی پیدا کنیم که آره این راه بریم شاید در بهزیستی کل دنیا قدمی برداشته بشه یا حداقل خودم. کل داستان خیلی مختصر و مفید اینجوری گفتم. استاد امان دست شما بالاست، نمیدونم صحبتی داشتین. من سوال زیاد دارم هم از استاد امان. چیزی که می‌خواستم بگم اینه که عزیزانی که شما این اون کتاب داستانیتون چاپ شده؟ بله. من هر 13 کتابم چاپ شده. چون من سعادت اینو داشتم که اون رو بشنوم و داستان رو بدونم. همه این حرفایی که الان داری میزنی همه برام داره جا میفته، برای اینکه یه سال پیش ازت شنیدم. ولی دعوت میکنم عزیزان کتاب یا آدیو یا هر چی که هستش شما داری رو ازت بگیرن و بشنون، برای اینکه it's beautiful. و هر چقدر هم بیشتر بشنون بیشتر تازه متوجه صحبتی میشن که چون نیست اصطلاحاتی استفاده میکنی که اون اصطلاحات به حساب به قول خود نقطه چیز نداریم بهش، باید آشنا بشیم. خب یه ذره براشون ممکنه پیچیده بشه، ولی بسیار دیدگاه جذابیه، به خصوص اون نوع داستانی که نوشته. ولی خب اون 12 تا کتاب خودش جالبه، برای اینکه تمام اینا رو دونه دونه باز میکنه.
و دفعه اول که شنیدم I enjoyed it very much. به خودت هم گفتم. خیلی ممنون. صحبتی هم که کردین گفتین که امید تو تنها کسی نیستی که همچین چیزی تو ذهنته. شاید همین الان تو دنیا 60 نفر به این دستاوردهای تو رسیدن ولی تو اومدی اینو نوشتی و من با این حرفتون ناراحت که نشدم. هیچی، خیلی کاملا درسته که تمام همه ما انسانیم. این حرف رفرنسش کوتیشنش مربوط به خود استادمان میشه که همه ما انسانیم و بر اساس اون توی یه رنج خاص میتونیم حرکت کنیم و تو الان حرکت کردی و اینا رو نوشتی و چه بسا همین الان یک اشخاص مختلفی جای دنیا هستن که دقیقا همین افکار رو دارن یا نوشتن و ما ازشون اطلاع نداریم، در موردشون اطلاعی نداریم. نه من سوالی نداشتم، فقط همین رو می‌خواستم اضافه کنم. خب حالا که سوالی ندارین من سوال دارم استاد امان، هم از شما هم هم روزبه عزیز و بعد، یعنی اینجوری بگم من سوالمو بپرسم از استاد امان و روزبه عزیز و بعد از استاد دکتر علایی رو فراموش نکن. آره نه دارم دیگه، سوالمو دارم از شما میپرسم، شما جوابش به جوابش فکر کنین تو این بازه زمانی دکتر علایی صحبت کنن بعد برگردیم شما جواب من رو بدید. حتما. خب حالا ما میگیم که این راهکاری که شما و روزبه دادین، استاد امان و روزبه دادن، من تایید نمی کنم که این درسته یا غلطه ها، الان برای بینندگان میگم، خب نمیگم درسته نمیگم غلطه، فرض رو بر این میذاریم که درسته. اوکی، حالا اگه کسی اعتقاد داره که غلطه، خب اوکی ما فرض بر اینم میذاریم که غلط. حالا بر فرض این که این ایده خیلی خوبه، حالا چجوری اینو انجامش بدیم؟ فرض بگیریم که سوال من از استادم ها. خب اگه همه دنیا این کاری که شما انجام گفتین یاد بگیرن، این خوبه یا بده؟ یعنی میشه به اکسیستی کل دنیا؟ حالا فرض بگیریم که بله درسته، حالا چجوری پیادش کنیم همچین چیزی؟ چجوری باید به اون سمت بریم؟ حالا این سوال از روزبه هم داریم. فرض رو بر این بگیریم که راهکار شما خیلی عالیه، خب خیلی خفن دود، یعنی اگه همه این انجام بدن بهزیستی ایجاد شده. حالا بیا یه راه پیدا کن که چجوری به اونجا برسیم. یعنی شما دارید میگید که اگه بریم اونجا خوبه. خب این که منم دارم میگم اگه بهزیستی دست پیدا کنیم خیلی خوبه. اگه راه براش پیدا کردیم اون موقع من یه مقدار خوشحال میشم. این سوال من از دو بزرگوار عزیز، استاد علایی عزیز، اگه صحبتی دارن بشنویم. دکتر تقوی هم دستشون بالاست و بعد صحبتای دکتر تقوی میشنویم. استاد علایی عزیز سلام داری؟ سلام، صدای من میاد؟ صدای من میاد؟ بله. من این بار دیگه سلام عرض میام خدمت شما جناب استاد قهرمان عزیز و روزبه که سوال خوبی کرد باعث شد بحث باز شه و آقای دکتر تقوی که الان خدمتشون برسیم. والا نمیدونم چیه، من گفتم اومده بودم نوت فرداشم یادداشت کنم اما شما میگین حرف بزنم. چش، اگه اجازه بدید من برگردم. اگر منظورم از بهزیستی ویل بینگ، من راجع ویل بینگ صحبت کنم، درسته؟ ببین اصلا این کار بکنی، اصلا ویل بینگ یعنی چی، بهزیستی یعنی چی. حالا اگر که مثل استاد قهرمان میخواین گیر بدین که قبلش بگین زندگی یعنی چی، خب پس زندگی رو تعریف کنید بعد بهزیستی و بعد ادامه بدیم. اگر که در همین حد قبول دارین که از بهزیستی شروع کنین، اینو توضیح بدین که یعنی چی و بعد ادامه بدیم که حالا چه جوری به صورت فردی بهش دست پیدا کنیم و بعد چه جوری جامعه ها به این بهزیستی دست پیدا میکنن. ممنون. نه من قبول میکنم که زندگی، ما الان داریم زندگی میکنیم با اجازه استاد، اما بعد اینجا بعد میریم جلو. اینکه well being چیه و نیکزیستی چیه و اینکه good life چیه سوال جدیدی نیست، سوالی که از 2000 سال پیش در فلاسفه، در اقتصاددانان، در جامعه شناسی، در روانشناسی، یه سوال جدیدی نیست. اما من دیدگاهی که من بیشتر باش آشنا هستم، دیدگاه روانشناسی مثبت، در 30 سال گذشته شروع کرد به این پاسخ بده. در واقع سوال اصلی روانشناسی مثبت این بودش که چه چیز به زندگی ارزش زندگی کردن میبخشه. برخلاف تصور همه که فکر میکنن سوال اصلی روانشناسی مثبت اینه چگونه خوشحال باشیم، خیر، سوال اصلی روانشناسی مثبت اینه که چه چیز به زندگی ارزش زنده بودن میبخشه. و از اونجا در واقع این همه مطالعات گسترده در حوزه‌های مختلف روانشناسی رو جمع‌آوری کردن تا به این سوال پاسخ بدن. تعاریف بسیار مختلفی هست راجع به well-being یا نیکزیستی یا بهزیستی، ولی اول از همه به قول شما باید تعریف بکنیم که منظور ما از چند تا سوال قبلش باید بپرسیم. آیا نیکزیستی فردی رو میگیم؟
گروهی رو میگیم، اجتماعی رو میگیم، در سطح دنیا میگیم، داریم راجع به یک سازمان، یک سازمان صحبت میکنیم، اینا همه میتون جوابهای مختلفی بده. بعدش اینه که آیا نکسیستی که داریم صحبت میکنیم روانیه، اجتماعی، اقتصادیه، فیزیکیه، اینا هر کدوم باز بخش های مختلف ساختار نکسیستی رو میتونیم به ما بگه. و خیلی سوال های دیگه. روانشناسی مثبت تعاریف بسیار مختلفی در این 20 سال گذشته راجع به نکسیستی داشت، اما یکیش که من بیشتر باهاش در واقع عجینم و فکر میکنم بیشتر اتفاق نظر روش هست اینه که تعریف کردن میگن، اول انگلیسیشو میگم، میگه well-being is having a balance between the psychological, social and physical resources that meet psychological, social and physical challenges. یعنی میگه ایجاد یک تعادلی بین سرمایه ها و منابع روانی، اجتماعی و فیزیکی بدنی ما که بتونن چالش های روانی، اجتماعی و فیزیکی ما رو برآورده بکنه. پس اول از همه ولبینگ یک نقطه نیست، ما به نقطه ای نمیرسیم الان من به ولبینگ رسیدم، بلکه حفظ این تعادله. نقطه مهم دیگه نکسیستی اینه که نکسیستی در کنار چالشه که معنی پیدا میکنه. شما اگر در چالشی نباشید، شما اگر در کامفورت زونتون باشید، در حاشیه امن، در کنج امنیتتون باشید، در کنج عافیتتون زندگی بکنید و با چالش روبرو نشید، نکسیستی اونجا مفهوم پیدا نمیکنه. و بعد اینکه حالا چگونه اینها رو در تعادل نگه داریم، ما اصل در واقع حالا دانش روانشناسی مثبت از اونجا بهش میگیم ساینس، که سه بخش رو در همه مطالعاتش داره. اول از همه یک تئوری، یک نظریه داره. دوم اینه که یک سری تست، اندازه‌گیری و اسسمنت داره راجب اون چیزی که راجبش نظر داده. و سوم اینه که یک سری اینترونشن و مداخلات داره که بتونی بهش دسترسی پیدا بکنی. پس اگر یک هر موضوعی در روانشناسی مثبت این سه تا المان رو نداشته باشه، خارج از حوزه ساینس. من حالا نمیگم ما فقط باید ساینس بیس به قضیه نگاه بکنیم، ما نه، خیلی جا هم باید فیت بیس راجع به ویلبینگ صحبت بکنیم، اما از این دیدگاهی که من حالا باهاش آشنام دارم میگم این مسیر رو رفتن تا الان، مسیری که بتونه گسترش پیدا کنه. تعریف روانشناسی مثبت مطالعه علمی موارد علمی و کاربردیه که فرد و جامعه رو به سمت کامیابی هدایت کنه، به سمت، یعنی guiding to the tribe، یعنی مخواد فرد و جامعه، و فرد از جامعه هم جدا نمیبینه و کامیابی این دارن هر دو در گروه همی. اینم تعریفش. اما راجع به این حالا چه راهکارهایی میده؟ evidence based، مدل های مختلفی توش مطرح شده. به فرض یکی از مدل ها مدل پرماست، میگه شما برای اینکه بتونید این تعادل ولبینگ رو نگه دارید، باید این 6 تا المان رو بتونید، اونم که قابل اندازه‌گیری، بهبود ببخشید، دائما در تعادل نگه دارید. اولیش پوزیتیو اکسپریانس، که تجارب مثبت داشته باشید. یعنی شما باید تجارب مثبتی در زندگی داشته باشید، هیجانات مثبتی رو تجربه بکنید تا بتونید در نکسیستی باشید. دومیش انگیجمنت، شما در زندگی مشارکت فعال داشته باشید، شما توانمندی هاتو به کار ببرید، شما بتونید در شرایط غرقگی، شیفتگی یا فلو حضور پیدا بکنید. سوم پازیتیو ریلیشنشیپ، ارتباطات مثبت با انسان ها داشته باشید. چهارم مینینگ یا معناست، اینکه برای خودت معنایی رو در زندگی بیافرینی، باز آفرینی بکنی و به قول معروف آنلاک بکنی در زندگی و در پی اون پرپس رو در زندگی بسازی. و بعدیش اچیومنت، اینکه دستاورد داشته باشه. حالا همه اینا به کنار، شما یک سری نیازهایی رو، حالا فکر من مجموعش نخوندم، کتاب شما رو حتما میخونم، اون هشتایی که گفتی اینه که اون نیازها رو هم برآورده بکنی، یعنی اچیومنت هم باید داشته باشی. و آخری که تو به تازگی چند ساله داره اضافه میشه، هنوز اوییدنساش خیلی کمتره، وایتالیتی یا سرزندگیه، اینکه فیزیک شما بتونه سرزندگی داشته باشه و این سرزندگی رو در بدن، به خصوص مثلا در تغذیه، در خواب و در بهداشت پوست. خیلی جالبه که الان منروش خیلی ریسرچ میکنه. پس راهکارهاش هم اینجوری میگه. بعد حالا میگه حالا این ولبینگ رو چجوری اندازه‌گیری بکنیم. اون هم المانهای مختلفی داره، ولی خب یکی از المانهاش اینه که ما در سه بخش اینو اندازه‌گیری میکنیم. اول از همه در پازیتیویتیه، یکیش پازیتیویتیه ها، نه همش، یکیش اینه که تجربیات مثبت داشته باشین، شما جوی و پلژر در لایف وجود داشته باشه. یه بخش دیگه‌اش
سوشال ویل بینگ، شما چگونه در روابط اجتماعی این نیکسیستی رو داری، روابط مثبت داری، در زندگی خودت و دیگران اثرگذاری، در جامعت چطور داری اثر مثبتی از خودت میذاری، چجوری در پذیرش خودت و جامعت هستی، چجوری جامعه در پذیرش تو هست، و آخریش سایکولوژیکال ویل بینگ که شناخت خود، شناخت توانمندی های خود، ایموشنال رگولیشن دیگه، سلف رگولیشن، و تمام اون مواردی که شما رو از لحاظ درونی ریسورسفول میکنه و اون ریسورس ها رو داری به کار میبری در سطح ویل بینگ. و نکته دیگه اینه که این ویل بینگ، این ویلنس کاملا ساختارش متفاوت با ایلنسه، یعنی نبود ایلنس حضور ویلنس نیست و برعکس. دو تا محورن که بر هم عمودن، یعنی ما محور ایکسی داریم که ایلنس ماست که سمت چپش میشه های منتال ایلنس یا های ایلنس، و سمت راستش میشه لو منتال ایلنس، و یک محور عمودی داریم که بالاش در واقع های ویلنس و ویل بینگ و پایینش لو ویل بینگ. وقتی که ما هر دو اینها رو کم داریم، یعنی هم از ناهنجاری های روانی از ایلنس ها داریم رنج میبریم و هم ویل بینگ پایینی داریم، بهش میگن در حوزه فلاندرینگ هستیم، داریم دست و پا میزنیم، انگار داریم حرق میشیم در زندگی، منابعمون استفاده نمی کنیم، بیماری ها و ناهنجاری ها باش دست به گریبان. وقتی که میایم بالاتر، یعنی ممکنه ما بیماری ناهنجاری یا کار لیبلش هم نزنیم، ایلنسی داشته باشیم، اما در این حال داریم ویل بینگمون رو تجربه میکنیم. مثال یه بیماری که الان به فرض از پارانویا داره رنج میبره ولی داره درمانش رو میگیره، در این حال مشارکت اجتماعی داره، در این حال تراش بر ساخت روابطش با انسانها داره، در این حال داره خیلی از منابعش استفاده میکنه، ما در این مرحله میگیم در استرایو، داره در تلاشش. یه حالت هم داریم که خیلی از افراد که این اکثریت جامعه اینن که ما ایلنس خاصی نداریم، بیماری که نمیتونیم مشخصا بگیم داریم، اما داریم یک کمبود ویل بینگ رو زندگی میکنیم، از زندگی لذت نمیبریم، تأثیری در زندگی نداریم، روابط مثبتی رو ایجاد نکردیم، منابعی رو نساختیم، معنای خاصی در زندگیمون ایجاد نشده، و این مرحله در واقع پژمردگیه که میگن بخش حدود 60-70 درصد انسان الان دارن در مرحله پژمردگی به کار میبرن. و مرحله بالا که شما هم ویلنس بالایی داشته باشی هم ایلنس پایین، میگن در مسیر فلاریشینگ، در مسیر شکوفایی بالندگی. و حالا در اویدنس های روانشناسی مثبت این مدل ششگانه فرماوی میتونه کمک بکنه که انسان ها در مسیر بالندگی قرار بگیرن و بیان به سمت اون ربع اول این چهار قسمت که خدمتتون توضیح دادم. این یه توضیح مختصری از تعریف علمی که ما براش میکنیم. حالا سوالی باشه در خدمتتون. خیلی ممنون، متشکر. ما برمیگردیم به شما چون که دوستان میخوان صحبت کنن. فقط سوال من باز از جناب دکتر علایی و بقیه دوستان، همه دوستان، اینه که اون چیزی که گیم چنجر خواهد بود، یعنی اگر که توی یک کلمه یا یک جمله بخواییم بگی این کار انجام بدیم و بهزیستی دست پیدا میکنیم، اونم بهش فکر کنید. حالا من برای خودم دارم جمله خودم و تئوری خودم و گفتم جاهای مختلف، ولی خب دوست دارم این رو هم بشنویم. اون گیم چینجره چیه؟ چی کار کنیم؟ توی یه جمله ببینیم بگینیم را، حالا نه که الان، در قبل از اینکه به پایان برسه دوباره برمیگردیم. الان اگه اجازه بدیم صحبت دکتر آرش تقوی رو بشنویم. من تشکر کنم از دکتر علایی عزیز به خاطر صحبتشون. جناب تقوی صدای ما رو داری؟ امید جان صدای من میاد؟ سلام، بله دکتر، دارین از بالا ما رو نگاه میکنین؟ با این بله جوری... من دارم بالا شما رو نگاه میکنم. خب اینجوری نمیشه، باید تو شرایط مساوی بحث کنیم. دوچاره عقده خود بزرگبینی از جنس فریتز پرز. فریتز پرز گفتش که اگر وبه و خود بزرگبینی نباشه، من همه چی میتونم درمان کنم. ما هم از اون موقع یاد گرفتیم که دیگه چیز کنیم، یاد گرفتیم که دیگه اینا رو بگیم. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی. بذار من اینو از روی این بخونم که اشتباه نشه، چون دارم میخوام صدای من الان میاد همچنان؟ بله بله داریم صداتون. میگه برو ای تن پریشان، تو آن دل پشیمان، که زهر دوتا نرستم دل دیگرم نیامد.
برو ای تن پریشان، تو و آن دل پشیمان، که زهر دوتا نرستم، دل دیگرم نیامد. این دل دیگر لحظه حاله. هر وقت از پشیمانی گذشته، کلماتو دقت کن، میگه تن پریشان، دل پشیمان. پشیمانی مانه احساساتته، پریشانی مانه واقعیتته. برای سومی که نه پریشانی توشه نه پشیمانی، این چیزایی که تو روانشناسی مدل داره گفته میشه، فاصله بین خود واقعی و خود ایدئال که میشه تن پریشان، افسوس از گذشته چقدر تاثیر میذاره. این شعر مولانا رو خوندم برای اینکه به نظر میرسه که کل داستان هدایت، گایدینگ به هر مندری که بخواید از مشاغل کاملا رسمی مثل کانسلینگ و کنسالتیشن و تراپی بگیر تا مشاغل نوظهورتر و نوعنوانتر مثل کوچینگ و منترشیپ تا بقیه، کل داستان مثل این که ما دنبال این یه کلمه هستیم که تو دنبالش میگشتی. الان کلمه رو میخوایم بگیم؟ آره کلمه، ببین توی اگه انسایکلوپدیای استنفورد رو نگاه کنی در فلسفه، کلمه ویل بیینگ رو توصیه میکنم در دو جا مستند نگاه کنی. APA انجمن روانشناسی آمریکا یه دونه دیکشنری داره. آب میخوایم بخوریم بعد اول ببینیم کجا، ببینیم که APA دیکشنری تعریف آب چیه مثلا روانشناسی. میگه اگه شما APA رو قبول ندارین، خب متخابلن APA هم شما رو قبول نداره، این به اون ده. ولی به نظر میرسه، آره به نظر میرسه که نه، تو رو نمیگم، بقیه دوستان میگن که حالا هرچی APA گفته حرف آخره، گفته نه حرف شما حرف آخره، با هوا که حرف نمیزنه. 1892 تا الان یه چیزی حدود چقدر میشه، نزدیک 120 خورده سال میشه که داره حرف میزنه. یکی اونجا رو بعد نگاه کنیم، یکی جایی هم که توصیه میشه، حالا انقدر پربار و دقیقه، استنفورد انسایکلوپدیا آف فیلاسوفی، این هم از اون جاست که قشنگ، همین الان برو ویل بیینگ رو توش بزن ببین چقدر تقسیم بندی های خوب داره. اگه مجموعه رو حالا ایشالا مطالعه کردین و من به این جمع بندی رسیدم که اون دل دیگر ته ته تهش توی مینینگ آف لایف، بیشتر از لذت، بیشتر از هدف، بیشتر از اورگاسم، حتی بیشتر از ترانسندنس. چون حالا با امان عزیز یه موقعی صحبت کردیم که فرق بین ترانسندنس، تعالی و اکسلنس چیه، که امان گفت ترانسندنس که گراسپینگه، یه چنگ میندازی یه دفعه تجربه او چه خبره و دوباره میای سر جا، ولی اگه چنگ زدی و نیومدی سر جا، از ترانسندنس رسیدی به چی؟ به اکسلنس، که با اون نگاه بسیار زیر عینکی و وودی آلنی امید علایی متوجه میشم، چون ترانسندنس تو روانشناسی مثبت جزو چیزا، جزو کلمات فنی حساب میشه، جزو CSV. امید من اینقدر اینو با تو قاطی کردم که دیروز رفتم ببینم CVS مخفف چیه، دیدن نوشه Consumer Value Stores. اینقدر ما CSV و CVS رو قاطی میکنیم، دیروز دارم CVS خرید کنم، گفتم بذارید نیا کنه اصلا CVS مخفف چیه، ما رو هی میم داروخانه میگیم CVS، دارم میشه Consumer Value Stores، موقعی که بعد هم تو نیا کن به توامندی های منشی ترانسندنس. خب یک کلمه جدی. حالا پس از نظر من Meaning of Life الان در کلمه میدانه. Meaning of Life اون جمله که Game Changer که حالا کلمات معادلی داره، مثل attitude، میگن attitude is everything، مثل conceptual framework، اینا همه معادل های مفهومی نه اجرایی، میدونم در operation در اجرا فرق، اما یه سوالی از تو دارم. بالاخره وقتی کلمه تراپی رو به کار میبری، کاتگوری کارتو عوض میکنی. تراپی یعنی درمان، درمان یعنی تشخیص، تشخیص یعنی ارزیابی، یعنی قبل درمان ما ارزیابی و تشخیص داریم، بعد درمان فالوآپ و ریزالت داریم. یه مدل بسیار تایید شده یه قدیمی از زمان افلاطون رحمت الله علیه وجود داره تا آقای بی اف اسکینر رحمت الله علیه، که ما اومدیم اول اینا رو توی خط قرار دادیم. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، مابقی را استخوان و ریشه‌ای. گفتم کلا تو بقیه وجودت کشک.
بعد خودش دیدش که اندیشه دارم ولی یه چیزی قرقاتی میشه این وسط. من همش هم خوب فکر نمی‌کنم. خود مولانا درگیر بود تو این قضیه با خودش، البته به تلقی بنده، و گفتش که فهم اگر دارید جان را ره دهید، بعد از آن از شوق پادر ره نهید. گفتش که تفکر رو حالا همیشه هم استفاده نکنید، گاهی اوقات بیاین رو هیجاناتتون. بعد دید آخر سر آنچه که موجود انسانی از سایر موجودات مشاهده میکنه آن چیزیست که جی بی واتسون در 1920 بر روی لیتل آلبرت استفاده کرد و بنیانگذار بیهیوریزم یا رفتارگرایی شد، آنچه که قابل مشاهده و اندازه گیریه. و مولانا گفتش که از کوزه همون برون تراود که درست، از مکافات عمل غافل نشد. این جهان کوخ است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها راست. مدل شما و مدل های روان درمانی و مدل های تغییر یک فوکال پوینت دارند، یک نقطه تمرکز دارند. الان هیچ مدلی نیست که بگه من انحصارا رفتارگرام، انحصارا هیجان مدارم یا انحصارا شناختی هستم، ولی یک فوکال پوینت دارن. البته من به این دلیل این سوال رو میکنم که نوع نریشن تو از لایف اسکریپت یا از اون پرزنت اسکریپت، اون نمایش نامه لحظه حال، من متوجه نمیشم این نوع نریشنه، این نوع روایته، از جنس روایت فکریه، شناختیه، تجربه هیجانی اون داستانه، یا این که نه نوع واکنش ها. چون شما واکنش های درونی تا نظر ما رفتار محسوب میشه، واکنش های درونی، یعنی خیلی افراد حتی فکر کردن و پرسپشن و نوعی رفتار درونی، ولی ما داریم میگیم observable and measurable، قابل مشاهده اندازی. مدلی که تو در مقام درمان داری میذاری، دو تا سوال دارم. یک، فوکال پوینت، اون نقطه تمرکزش کجاست؟ با توجه که میگه هر آنچه که اتفاق میفته به اون نریشنه، به اون نمایشنامه، به اون روایت تو ارتباط داره. و سوال دوم اینه که اگر کارهای درمانی با اون سیستم DSM، من به عنوان سایکوتراپی دارم سوال میکنم، با اون سیستم DSM و علائم تشخیصی و و و، آیا این مدل جایی به عنوان درمان تایید یا حتی استفاده شده؟ حتی اگه تایید نشم اشکال نداره، وقتی استفاده میشه یعنی راه داره باز میشه. به عنوان بنیانگذار این مدل من اینو دارم، یک، کاتگوری مدل ما چیه، ما در کدوم کاتگوری میتونیم قرار بدیم، دو، چرا بهش میگی تراپی؟ مرسی. خب از بحثی که خارج شدیم، ولی خب من جوابای آخه جای دیگه گیرت نمیارم، اینجوری گوشه رینگ بتونم سوال ازت بکنم، برای اینکه دو سه تا اینجا متخصص نشستم، من اگه کم بیارم امید هست، حالا با امید و بافت مهندسی میاره، امانم که هر وقت کم میاره میگه من آرشیتکتم، هر وقت زیاد میاره میگه من خود بودا رحمت الله علیه هم، بعدم یه شاخی مثل روزبه اینجا نشسته کلا تعطیل کرده، یعنی همه رو زده گفته آقا اسکول آف لایف، هر چی که هستیم سامتینگ مور، برای همین دوتا سوال تخصصی بکن. بله خب من فقط گفتین از لحاظ تایید شده یه تراپی، چرا اسم تراپی روش گذاشته شده و آیا جایی تایید شده یا آیا جایی این داره استفاده میشه؟ از لحاظ تاییدی گرفتم، این توی کانال تلگرامی من هم گذاشته شده، این لوح تقدیر بهترین مقاله در کنفرانسی که ارائه شده، یعنی نه تنها تایید شده در کنفرانس، لوح تقدیر بهترین مقاله رو گرفت. نه نه نه، تاییدش حتما تایید شده است. میخوام بگم که برای موضوع خاصی به شکل درمان آیا پروتکل، ببین الان ما خانم تو ذهنی که کار میکنیم روی مدل ایشون، اوکی، اصلا من آدم نسبت به دکتر زینی عرض ادب بشین پای من بر حرف اصلا بچه جون گوش کن، به محضی که خانم دکتر گفت شد AIT از AIM، من شاخکم رفت هوا. چرا؟ من سایکوتراپیستم، وقتی به من میگی تراپی من شاخکم میره هوا، میگم DSM یا ICD، نتونی جواب بدی همینجور فقط نگاهت میکنم. با اینکه دکتر زینی رو اینقدر من قبول دارم، سوال کنم خانم دکتر تراپی یعنی پروتکل داره؟ گفت 1 و 2 و 3 کار شده، 4 و 5 و 6 و زحمتش رو بکش برو کار کن، پروتکل ورد بیار، همونقدر که اکت استیون هیز داره کار میکنه، همونقدر که طیب رشید رو سایکولوژی مثبت داره کار میکنه، اینش مشکله. میخوام که تا این لحظه در مقام ارزیابی تشخیص درمان بر اساس آنچه که تقسیم بندی 300 و چند تا اختلال روان پزشکی و روانی داریم، آیا مدل تو به عنوان تراپیتیک اپروچ استفاده، این معنی تایید نیست،
من میخوام ریزالت های درمانی رو فقط بدونم. اگر استفاده نشدم اشکال اولی... بعد سوالم اینه چرا تراپیه؟ خب از لحاظ علمی قبل از اینکه میخوایم یه چیزی ارائه بدی، به هر حال یه دانشگاهی، یه اواردینگ بادی ها باید، اینستیتیوت ها باید تاییدش کنن که خب این تو توی مقاله تایید شده، لوح تقدیر گرفته و خب این نشونتون دادم که حالا از لحاظ اینکه روی کسی کار کرده، این روی کسایی که دچار PTSD هستن، اختلال استرس پس از سانحه، خیلی خوب جواب میده. اولین کسی که روش کار کرد خود من بودم. من سال 2012 دچار یک سانحه بودم و اون آغازی شد برای شروع پیدا کردن راهی برای درمان، که اولین بیمار روی کرده که درست کردم خود من بودم، اولین بهبود یافته. حتی PTSD بازم از دیدگاه مدل مینت هیچ وقت چیزی به عنوان بهبود، به عنوان درمان نداره. شما فقط یاد میگیری که چجوری باش زندگی کنی و این بحث رو هم میکنه. حتی کسی که میخواد ادعا کنه که نه من الان دیگه با فوبیام کنار اومدم و PTSD کاملا ناپدید شده، بیاد و من نشونش بدم که این PTSD کجاست و دوباره همچین قشنگ برای زندش کنم که از روز اولش بدترم بشه. این حرف مدل مینده. و دوره‌های آموزشیش برای روان درمانگرها هست که به روان درمانگرها من آموزش میدم و اونا در کلینیک‌های مختلف اونها رو اجرا میکنن برای افراد مختلف. دومین کسی که بهبود پیدا کرد بدون اینکه من داستان زندگیش رو بدونم، شما رمان رو که نگاه کنید داخلش ایلیستریشن‌های بسیار زیادی رو میبینید، کسی بوده که اینا رو طرحایی که من میدادم و پیاده سازی میکرد. چون که نقاشی من خوب نبود، مجبور بودم خیلی مریض بکشم روی یه کاغذی و ایشون اینا رو به صورت حرفه‌ای پیاده کنن. و بعد از چند تقریبا 2 سال گذشته بود از طراحی که یه مسیج گذاشتن برای من، صبح بیدار شدم وایس رو پلی کردم و توضیح دادن که چجوری به صورت داستان زندگی ایشون عوض شد. و بعد از اون دیگه حالا کسای دیگه که اکثرا چون که ارتباط من با روان درمانگرها بوده، خود روان درمانگرها بازتابشو گفتن که اکثر اینا هم باز وایس هاش هست. حالا شاید یه زمان اگر که بتونیم یه داکیومنتری درست کنیم این وایس ها رو یکی یکی ما در کنار هم قرار بدیم. خود من در مثلا یک مدرسه آنلاین دارم در امارات متحده عربی به اسم Mind Awareness و دوره ها رو به صورت برای سازمان ها گذاشتم، توسعه سازمانی، چون که توی امارات نمیتونی شما یه رویکرد بیاری درست کنی و کار درمانی انجام بدی. نظر به این که تحصیلات آکادمیکی منم در رشته روانشناسی نیست. تحصیل روانشناسی رو من خودم خوندم. در تحصیلات آکادمیکی من در 2 تا رشته کاملا متفاوته. یکیش هوانوردی، یکیش بیزنس ادمنستریشن. اون دوتا هم باز به هم کاری نداره. و این رو من خودم خوندم. حالا زمینش خیلی برمیگرده به عقب. من نمیخوام برنامه امروز در مورد من باشه، در مورد اینکه چجوری به بهزیستی پیدا کنیم، ولی چون که سوال کردین من این رو به شما جواب دادم. و بله یه در مورد فوکال پوینتش هم پرسیدین، یه همچین چیزی میخواین سوال بعدیتون دوباره بپرسین اگه که مایلین جواب بدم که من اونم بگم. مرسی. با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون که ما در 3 حوزه شناخت، هیجان و رفتار، حالا کلمات تخصصیشه، کلمات آسان‌ترش فکر، ما معمولا هر روی کرده روان درمانی و تحلیل حداقل درمانی انسان رو، یعنی به نظر میسه تحلیلی که قراره ازش خروجی های صداتون خیلی بدیه. بله مشکلات شناخته شده روان پزشکی و روانی دارن. صداتون کمه آرش جان، صدات کم. مثلا وقتی میگیم که EFT ایموشن فوکوس، صدات آرش جان صدات بد شد، صدات خیلی بد شد، رفتار بیرون میاد. ولی ابزار ما برای اون تغییر رفتار مثلا امپاتیه در جلسه درمان، مثلا جزء اکسپریانشال تراپیزه، جزء درمانهای تجربه نگره. یا وقتی میگیم که فرض کن CBT، ما واقعیتش اینه که ابزارمون کاگنیشن شناخته. اما صدای من خوب میاد؟ نه الان صدای من خوب میاد؟ نه الان صدا خوب میاد؟ الان خوب شد. بله. تا کجا شنیدین شما؟ والا خب شما در صحبت از اول بگید.
من هیچ با دقت گوش نکرده، مسئله حله، هیچ کی نمیده. امید علایی بگه نمیدونم دیگه مسئله حله، چون امید مثلا یه ساعتم حرف بزنی عین این موشایی که تو ماز گیر میکنن دوباره نقطه آخر حرفتو شروع میکنه رفلکشن کرده. امید نمیدونه پس کلا من هیچ چیز. من فکر میکنم متوجه صحبتتون شدم، جوابو میدم. من میخوام بدونم که روی کرده تو در تقسیم بندی فکر و هیجان و هیجان و رفتار خودت به عنوان بنیانگذار این روی کرد بخوای این روی کرده تقسیم بندی، ابزار کار تو کار با افکار، کار با هیجانات و کار با رفتارهاست، و دو خروجی شما بیشتر در کجا میبینیم؟ یعنی بعد از اینکه روش رو استفاده کردیم آدم ها در رفتارهای روزمره قابل مشاهده و اندازه‌گیریشون بیشتر در تجربیات احساسی و هیجانی دریدشون یا نه در آنالیز ها و تفکراتشون؟ این دوتا فوکال پوینت، منظورم این دوتا نقطه در کجا جا میگیره، خروجیش در چه نقطه ای بیشتر. خب این الان سوال قوی نیست، سوال کامل، سوال گسترده نیست. جوری که APS اینو میبینه، حالا APS اون تصویر بزرگتره، APS کامل ترین کانسپت نظریه که من تا حالا دیدم. یعنی هیچ چیزی نیست که در APS وجود نداشته باشه. شما هر چیزی که بتونی در موردش فکر کنی در APS براش تعریف داره. حالا این چیزی که شما دارید میگید با APS اصلا کاری نداره، به ACOS positioning system. ما داریم در مورد مدل میند و با وکتچو تراپی صحبت میکنیم. شناخت ها، هیجان ها، افکار، عواطف، احساسات و رفتار که بازتاب اینا هستن در حقیقت بنا به دیدگاه مدل میند، تمام اینا داره تعریف هایی هستن از نوع بودن انسان. درسته؟ تا اینجاش قبول دارید؟ شما و بله، بله. این درسته؟ تمام اینا، یعنی هیچ کدوم از این اینا از هم جدا نیستن. یعنی شما نمیتونی فکر رو عوض کنی، رفتار عوض نشه، عواطف عوض نشه، احساسات عوض نشه، حتی زبان بدن عوض میشه، گردش خون، تنشن، بلاد سرکولیشن اینا هم عوض میشه، همه با هم لینکن. تمام اینا اجزایی هستن در مورد بودن انسان در یک لحظه که در سیستم APS بهش میگن یک ACOS، یعنی در این لحظه در این ایکاس هست. و هر کدوم از اینا که چینج بشن، عوض بشن، تعیین میکنن که شما در لحظه بعد وارد کدوم ایکاس بشین. که اینا حتی observable هم نیستن به این راحتی ها برای ما. تعداد خیلی زیاد ایکاس که پشت سر هم قرار بگیرن، بعد تازه ما observable میشه که آره طرف از کوره در رفت، طرف عصبانی شد، طرف ناراحت شد، که ما در همون حد فعلا بهش نگاه میکنیم. هر چیزی که مربوط به بودن در لحظه ما انسان میشه در مدل میند برای خودش جا داره که تمام اینا تعریف داره. و حالا دیگه بر اساس این باید دیگه ادامه بحث رو بریم. و کل صحبتی که شما داری که اینکه فوکوس پوینتش چیه، اون رو الان نمیتونم با دیتیلز بگم، ولی یه کلمه میگم که شما متوجه میشین به چی داره نگاه میکنه. داره به تحلیلی نگاه میکنه که در کوچکترین لحظه در درون ما داره اتفاق میفته. و این تحلیل تنها در سطح فکر و عواطف و احساسات نیستن، در مورد زبان بدن هم هستن. یعنی اون زمانی که من خشمگین داره بازی میکنه، بدن من در کف پام، زانوم، قوزک پام چه اتفاقی داره میفته؟ این من خشمگین برای چی داره بازی میکنه؟ برای که الان یک خواسته ای داریم که در مدل مین بهش میگیم دسنا، درخواست صحنه نمایش اکنون، و اون خواسته برای رسیدن به اون خواستمون یا آزادی کافی نداریم و یا قدرت کافی نداریم. من خشمگین اومده بازی میکنه، و من خشمگین که داره بازی میکنه عواطف و احساسات مرتبط با خودشو داره، که اینم باز خیلی دقیق بخوایم بگیم مختص همون شخصه، یعنی با نوع خشمی که یک شخص دیگه داره متفاوته، و همچنین زبان بدن متفاوتی داره. یعنی ممکنه طرف کف پاش بخاره. مثلا فرض کن اون درمانی که ویپاسانا انجام میده که میگه من میاد دیسنسیتایزیشن رو بر اساس همین استفاده میکنه، یعنی حتی این تیکش از ویپاسانا گرفتم. یعنی گسترده ترین چیزی که شما در مورد نوع بودن انسان بخوای در نظر بگیری در مدل میند قصد برای این بوده که وارد کنه. حالا من هم علم امروزه خیلی محدود بوده و هم علم من بر اساس اون در مدل مین جاش گذاشته شده، که حتی اگر فردا آرش یه چیزی پیدا کرد که آره مثلا همچین چیزی هم هست، در مدل مین جاش گذاشته شده و در مدل مین بازم به APS لینکه.
که شما وقتی که این اتفاق میفته وارد این ایکاس میشی. یعنی ما اینجوری براتون بگم، هر لحظه در یک ایکاس خاص هسته. یعنی در این ایکاس سن ما مشخصه، میزان تحصیلاتمون مشخصه، نقطه جغرافیاییمون مشخصه، هر چیزی که به ما به هر نحوی ربط داره در ایکاس مشخصه. حالا این که از این ایکاس شما و اطراف این ایکاسی که در لحظه اکنون وجود داره، در همین لحظه میگم، حتی این از یک ثانیه هم کمتره، تعداد خیلی زیادی ایکاس وجود داره که در هر لحظه شما فقط به یکی از اینا میتونید سفر کنید. یعنی این که الان در شما این افکار شکل گرفته، شما وارد این ایکاس شده. اگر یک نوع افکار متفاوتی شکل میگرفت، شما وارد خط ایکاسی متفاوتی میشد و کل زندگی شما همینجوری از اول تا آخر، از زمان تولد، حتی قبل از تولد تا زمان مرگ و حتی بعد از مرگ ادامه داره و شما ایکاس به ایکاس اون مسیر زندگیت رسم میکنی که این خط ایکاسی شما میشه یک نقطه یک خط بسیار کوچکی از اون نمایشی که در کل دنیا داره اتفاق میفته. حالا این خط ایکاسی شما، این که شما وارد چه ایکاسی میشی به چی بستگی داره؟ به اون نمایشی که در صحنه نمایش اکنونت داره اتفاق میفته، اون چیزی که مربوط به شما میشه. اگه زلزله بیاد دیگه مربوط به شما نیست، اون چیزی قسمتش که مربوط به شما داره هست، مربوط به اتفاقات درونیتون میشه که اون اتفاقات درونی یک قسمتیش میشه تحلیل شما، که اون تحلیل شما یک قسمتیش میشه افکار، عواطف و احساسات شما. یعنی یه موج، تقریبا یه مؤلفه ترکیبی هم داریم اینجا که هر نه اینه نه اونه نه اونه، ولی از هر ستاش هست که اینجا اسمی هم براش نداریم. همه رو داره. من یاد شعر مولانا میندازه، ایکاسی که گفتی، هر زمان نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. هم زنده ای هم ای داری نو میشی، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست. مرگ و رجعتیست که بچه های کوانتوم به من گفتن یه همچین کانسپتی توی کوانتوم فیزیک و کوانتوم مکانیک هم وجود داره. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. یعنی نگاهیه که البته من این نگاه رو جایی میخوندم، یه برآوردی از یک پیشینه ذهن مهندسی داشتم، برای اینکه چند نفر دیگه هم که مهندس بودن در روانشناسی و روان درمانی از جمله بنیانگذار خود EFT، راستن سابقهش مهندسیه، یا کسایی که تو تستا خیلی خوب، خیلی خوب، نه EFT میشه چیز میشه همیشه باست اریک اریکسون هم مهندس بود. آره آفرین، اریک اریکسون هم مهندس بوده، دکتر نیکول جعفری مهندس بوده و حالا اسم EFT هم من یادم رفت که وایم پیدا سوزان جانس ایموشنال فریدم تراپی. آره نه، ایموشنال فریدم تکنیک نه، ایموشنال EFT میشه ایموشن فوکوس تراپی. اونی که شما میگی که مال تپینگ مال کالاهانه، اون قضیهش فرق میکنه. نه حالا یه ذره اصلا تراپی تیشم تیه تراپی نیست، تیه تکنیکه. نه اینی که هسته شاره، حالا یادم رفت که دکتر زینی و لادن چیزم باشه کانادا صحبت کردم، معلومه دارم اونم مثلا ایشون هم بافت مهندسی. یعنی وقتی بچه‌های مهندسی میان که الان تو کوچینگ هم خیلی مدلاشون مدلای خوبیه، اون سیستماتیک نگاه کردنشون خیلی خوبه. البته تو یه ذره سیستماتیکت بیشتر منو یاد امواج موسیقی میندازه، یعنی کش پیدا میکنه، همچنین بند اپ و بند داون میشه و خلاف بقیه که یه جا میبندن تو همه جا رو باز گذاشتی. چرا فرای عزیز دور شدیم از موضوع، منتها خوب اینا هم جزء قسمتایی که باید میشتیم. مرسی امید جان، جواب دوستان دوست دارن بس. که ادامه موضوع بحث. ببخشید من خیلی مختصر و مفید باید میگفتم، اگه حتما در جاش خوشحال میشم شما به چالش بکشین، مخالفت کنین، بخواین، هیچ مشکلی من با این قضیه ندارم، هستم هر موقع که فرصت شد شما هر چقدر دوست دارین به چالش بکشین رو کرده و من استقبال میکنم. از فرح عزیزم معذرت خواهی میکنم که خیلی حرف زدم. آره خب کجا بودیم استاد امان؟ من فقط یه نکته ای رو میخواستم بگم که شما بهزیستی رو انگلیسیشو چی گذاشتی؟ من چی گذاشتم؟ نه بهزیستی رو که استفاده میکنی برای چه لغتی تو انگلیسی استفاده میکنی؟ حالا تا اونجایی که من میدونم بهش میگن well-being. خب well-being is بهبودن، بودن.
زیستن اکشن توشه. والا این خود از این از شما یاد گرفتم well-being. از شما گفتم من در همون یه بخش خیلی بزرگ هستش که فلسفی هم هست و اون it's about ontology، علم بودن و بودن با اون چه که هست. متوجه؟ به همین دلیل وقتی ما داریم در مورد به بودن صحبت میکنیم، کانتکستیه که من حتی قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته تو وجود من وجود داره. بله. من بهبودن رو الان هستم توش. حالا اونچه که میگم گفتار نیک ممکنه باشه، اونچه که دارم فکر میکنم پندار نیک میتونه باشه، رفتارم هم میشه کردار نیک. متوجه ارزم هستی؟ سازمان بهزیستی ایران برای ویلفیر استفاده. ویلفیر، مرسی. ویلفیر. ولی ویلبیینگ از جمله در ترجمه هایی که برای کارهای ادینر وجود داره که سایکولوژیکال ویلبیینگ رو بیان میکنه، ما چند تا ترجمه داریم که نیکزیستی و نیکروزی رو من از شماها اینجا شنیدم. اونجا بهروزی و بهزیستی هست. ولی سازمان دانشگاه توانبخشی و بهزیستی ایران ترجمه انگلیسیش ریهابیلیتیشن و ویلفیره، اگر دوست داری که اون قسمت لیوینگش رو بگیری. ولی چیزی که امید استفاده کرده ویلبیینگ هم خیلی رایجه ده. این مشکل کانسپت ترجمه است، چون ویلفیر هم دقیقا خیلی معنی زیست کامل رو نمیده. اونی که تو میخوای بعد بگردیم. ولی برای ویلبیینگ بهروزی و بهزیستی خیلی استفاده میشه. ولی اگه میخوای خیلی دانشگاهی نگاه کنه، دانشگاه بهزیستی و علوم توانبخشی ایران اسمش هست ویلفیر یونیورسیتی. در حال برای من بودن یا بینگ خیلی جایگاه خیلی خاصی داره. از نظر من اون چه که شما به اسم ویل بینگ صحبت میکنی، برای اینکه من ادعام اینه که I'm a ویل بینگ کوچ، ولی همه کارم از بینگ شروع میشه، نه از جای دیگه. متوجه میشی؟ به همین دلیل روی قسمت بودنه خیلی کار دارم. من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بهزیستی رو از نظر من نتیجه بهبودنه. خب من اگه مایل باشین روزبه گفت، اگه روزبه هنوز هستش، روزبه گفت باید زودتر بره ببینم. نه فکر کنم رفت روزبه. نه هستش. اوکی روزبه رو بشنویم. قبلش دوباره یه سوال بکنم. صحبت سر اون گیم چنجره بود. حالا من فقط تا الان فقط دکتر تقوی گفته که گیم چنجر، اگر که اشتباه نکنم گفتن که معنای زندگی، درست میگم دکتر؟ تغییرش دادم به اتیتیود دیگه، گفتم این میخوای یک کرد چون مینینگ آف لایف خیلی بزرگه. اتیتیود، نوع نگاهت، نوع تفسیر تو از مسئله. به نظر من کاملا گیم لایف چنجره. گیم چنجره که جای خود داره. آره حالا میخوام یکم چالشی بگم دیگه، میخوام یه چیز اینجا پیدا کنیم، کشف کنیم. اگه بگم به به و چه چه که خب به اصطلاح دردی دارم. این چیزی که شما گفتین مثلا بهزیستیه دیگه، الان مثلا به جای اون میگیم خب به نظر من بهزیستی اگر اتفاق بیفته، شما پروداکت داریم میگیم. به دست آوردن همین خودش داستان داره. ما چجوری این مینینگ آف لایف رو یا اون اتیتیود رو چجوری عوضش کنیم؟ اون وقت برمیگرده به کلمه مایندست. رو مایندست چوره آره. نزن. امید از علایی داره هم کتاب میخونه، این نویسه احتمالا نمونش هم کتاب خونه. مایندست یه اصلا نیو اپروچ. حالا اون وقت برمیگردیم به مایندست. اگه میخوای یه قدم بیاری. این فیلم ضبط میشه، بعدن آیندگان نگاه میکنن، برمیگردن در موردتون بد قضاوت میکنن. الان درسته با حرف من؟ من خوشحال میشه. الان صحبت هم مایندست هم درسته. خب دقیقاً اگه مایندست هم اوکی باشه، اتیتیوده چه میدونم مینینگ آف لایف، این مایندست رو چه جوری عوض کنیم، هم خودمون در حد شخصی هم در کل دنیا. الان آره اگه مایندست امید جان اول تعریف بده، امید اول تعریف بده، امید چون من باهاش لایف داشتم در این مورد. امید جان هم تعریف مایندست رو بده، هم امید امید علایی چنجش بکن. آره دیگه تو که نمیدونی، تو اما داری سوال میکنی فقط دیگه. آره دارم میگم اینو شما دارین پروداکت رو میگین، میگین اگر که چه میدونم مایندست عوض بشه به بهزیستی. خب این خیلی چیز سختی نیست. آره مایندست عوض بشه، چون که رفتار ما
قسمت عمدهش مایندست هست دیگه. خب رفتاره عوض بشه خب خیلی خوب میشه، ولی این رفتار این مایندست چجوری باید عوض شه؟ حالا امید علایی توضیح میده اینا شاید خیلی سیمپل باشه ولی اصلا ایزی نیست، این دوتا مسئله متفاوته و اتیتیود پروداکت مایندست نیست. آره اتیتیود چون خیلی اپریشناله، خیلی عملیاتیه، برای همین حالا امید توضیح میده و بعد اگه خواستیم منم یه ذره باز مایندست اینشی که من دارم بهش میگم منتهی به لایف استایل میشه، اینا خیلی به هم پیوسته، خیلی سیمپله، خیلی ساده است ولی اصلا ایزی نیست. مثل لوله رحمه، لوله ساده است، زایمان مسئله سیمپلی اما مسئله ایزی نیست، خیلی درد داره. امید جان شما ادامه بدید. امید علی تمام ندیدنی چیزی بگین که اوکی صحبتای استاد علایی رو میشنویم. استاد علایی و بعد دیگه حالا سلام. من قبل از اینکه این سوال ببخشید استاد علایی روزبه میخواست بره اگه اشکال نداره، چون که صحبتم شد که روزبه صحبتشو بکنه، ببخشید بی ادبی نباشه، من گفتم فراموش کردم. روزبه جان ببخشید من یادم رفت یهان روزبه صحبتایش رو بشنویم و بعد استاد علایی هست. روزبه جان داشته باشم، فقط خواستم اون گیم چنجر رو از دید خودم بگم و برم. گفتی یک کلمه بشه دو کلمه، به نظر من یک کلمه دو کلمه یه جمله، فقط داستان نشه، یه چیزی که بدونیم چیه. ببین دو تا فریز دارم، یکیش روبروی با ناشناخته است و یکیش هم روبروی با مرگ. این دوتا میتونه خیلی چینج کنه. همین ناشناخته، این ناشناخته خیلی جالبه، مگم همون ناشناخته حالا یه جوری شاید بشه دیگه نیست؟ و مرگ، روبرو شدن با مرگ، اون دو تا فریز از دید من مهم. اوکی مرسی امید جان، مرسی که اومدی روزبه جان. دیگه هر موقع رفتی من از همینجا ازت خداحافظی میکنم. استاد علایی رو بشنویم. امید جان قبل از اینکه جواب به سوال دکتر تقوی رو بدم میخوام بگم روزبه شانس آورد که رفت، چون ما هرچی بگیم تو دوباره اون وقت بعد میگی بعدش، یعنی ما اگه یه جمله بگیم فریز بگیم میگی خب این چجوری به دست میاد، اگه بیشتر توضیح بدیم میگی تو یه جمله بگی. به هر حال ما چه بگیم علی گیریم چه بگیم نقی گیریم مثلا. بنابراین اول این بازی رو من بگم شوخی کردم بود، ولی واقعا همینطوره. ما الان میگیم ما یه جمله بگیم، بعد میگی خب حالا راهکار این جمله چیه، اگه راهکار بگیم بعد خود اون چجوری به دست میاد، بعد هی باز میشه بحث. اگر مثل روزبه از ما قبول میکنی همین یه دو جمله که گفت رفت و ما بگیم، وگرنه این خیلی بحث طولانی میشه. خب روزبه باز حرفی که زد گفت که مثلا ناشناخته، خب این ناشناخته چجوری به وجود بیاد؟ خب برفرض این صحبت دکتر تقوی و خود شما مایندست، اگه ما مایندست هایی داشته باشیم شروع میکنیم ناشناخته ها رو شناختن و کشف کردن، این مجموعه از مایندست های مختلف. خب این خیلی شما اصلا یه سری از ناشناخته ها رو نمیدونی که وجود دارن، آنون اون که نمیدونی نو آنونه، یعنی اصلا یه توی لوپ باطلی میفتی وقتی راجع به ناشناخته میخوایم صحبت کنیم. ناشناخته از دید کی؟ ناشناخته در چه حوزه‌ای؟ به نظر من حالا ما قبول میکنیم ازش به عنوان یه پرسپکتیوی که روز بداد، به نظرم کارم میکنه از دید او، ولی این یک بخشی از این فیل در تاریکی و بقیه، حالا بقیه زاویه‌های این فیل رو میتونن دست بزنن بگن. در جواب این سوالتون یک مدلی من دارم به اسم ویوجود که اون در حقیقت داره در مورد شناخت ها، انواع اقسام شناخت ها صحبت میکنه، اون رو یه موقع صحبت میکنیم و روی اون این خوب جواب میده که اصلا شناخت ها چیه، ناشناخت ها چیه، چیزایی که قابل به دسترسی نیستن چیه و الی آخر. در این مورد من یه جلسه میتونیم در این مورد صحبت کنیم، ولی الان صحبت خودتون رو بشنویم که خیلی ولیدتر و ولیوبل تره. بفهم نه حالا خیلی هم ولید نیست، نظر شخصی من خیلیش. من تعریفی که تو تعریف تکنیکی که راجع به مایندست میشه از طرف خانم کارول دوئک اینه، مجموعه ای از باورها و نگرشها که رفتارها و آوتپوت های ما رو شکل میدن، مجموعه ای از باورهاست. یعنی شما به خاطر همین هم دوئک دو بخش اصلی تقسیم میکنه، مایندست گروث و مایندست فیکس. میگه حالا ما خیلی وقتا داریم مثلا میگیم مینینگ مایندست، خیلی وقتا داریم میگیم که هپینس مایندست، اینا در واقع باز زیر گروه این دو دسته اصلی قرار میگیرن.
حالا اون باوره چیه؟ باوره در واقع یک فکریه که شما انقدر تکرارش کردید که معتقدید دیگه درسته و مجاب شدید که درسته. یعنی باز یک بخش کاگنیتیوی داره میاد مایندست. پس در واقع این دوتا تعریف مایندست. حالا من جمله خودم رو میگم در کنار جمله که بقیه دوستان گفتن، امیدوارم که خیلی دیگ نخواهی بکنی راجبش. جمله من جمله کریس پیترسونه، مرحوم کریس پیترسون. وقتی ازش پرسیدن که روانشناسی مثبت رو در 3 کلمه توضیح بده، گفت other people matter، دیگران اهمیت دارن. و به نظر من کلید بهزیستی، نیکزیستی، نیک بودن فردی و اجتماعی دونستن و باور این جمله است. چون شما وقتی که در باور این جمله باشی، اون وقت دیگه ولبینگ خودت میبینی که متصل به ولبینگ دیگران و نه شما قربانی یا ویکتیم جمع میشی، نه جمع رو مثلا کنار میذاری، آیسولیت میشی و سلف سنتر میشی. و این یک به نظر من یک مایندستیه برای حرکت به سمت ولبینگ. other people matter. خیلی عالیه، من خیلی حرفتون رو دوست دارم. فقط تو فکرم که این مایندسته چجوری باید اتفاق بیفته، هرچه سریعتر و بهتر در انسانهای مختلف. این شما راهکار عملیاتی شدن این چنین مایندستی رو داری از من میپرسی؟ خیلی سوال سختی. آره نه، بهش بکنین. ببینین، به نظر من اون راهکار گیم چینجره. حالا این گیم چینجره، یعنی همه چیز گیم چینجره، ولی اگه بخوام خیلی عمیق ریشه‌ای نگاه کنیم این اتفاق چجوری باید بیفته، حالا بهش فکر کنید اگر توی این جلسه چیزی به نظرتون رسید. ولی خب دارم یاد میگیرم و مرسی. اگه توی این جلسه باز چیزی به ذهنتون رسید دوباره برمیگردیم، به ذهنتون هم نرسید باز برمیگردیم میپرسیم ازتون. و خب الان تو استاد امان عزیز دستشون بالاست. استاد امان بفرم. من فکر میکنم دکتر علایی، ما رایی که با امید داریم اینه که اون راهکار رو، لیستش رو بنویسیم، حرفای اولش رو برداریم، دنبال هم بچسبونیم، به ایشون بگیم بویک چوچود تراپی. فکر میکنم خودش هم راه حلش اینه، چون با یه لغت که قربونه، نه دسترسی بهش با یه لغت امکان نداره. اگرم کسی دنبال از این حبای اینجوریه که این داستانا با یه حب درست میشه، قربونت این راه به کردستانه. من نمیگم راه وجود نداره ها، من میگم راش آسون نیست، از تو کوه کمر باید بریم. کجا رو باید نگاه کنیم، به کدام سمت نگاه کنیم؟ آخه قربونت به قول معروف ما به کدوم ساز برقصیم؟ تو میگی یک کلمه بگو، یک کلمه، یک کلمه رو وقتی بخوای بگی دیگه یک کلمه هست دیگه، پشتش کلی جاها میشه. اوکی، خب الان برگردیم به اون صحبت خودتون. شما گفتین در لحظه حضور داشتن، و سوال من این بود که چجوری اینو، این چجوری به دست بیاد، چه کار کنید در مورد شما جمع زدی صحبتای منو، گفتی در لحظه حضور داشتن. نه ببخشید، همون صحبت خودتون، صحبتایی که کردم، گفتم آقا آدم غذاشو بخوره، حواسش باشه غذا بخوره، آب بخوره، موقعی که آب میخوره آب بخوره، فلسفه همراه آبش نخوره، وقتی غذا میخوره کار دیگه نکنه، غذا بخوره. یکی از دلایل، یکی از چیزایی که همه اینا رو من با هم دیگه کنار هم گذاشتم، از روی یک جایی بود که خودم گیر بودم، من توی بدنم نبودم، انقدر تو فکرام بودم که زندگی نمی کردم. من اول خواستم، اولین چیزی که هستش اینه که خیلی از ماها که داریم مرارت میکشیم، حالا چه دردهای بدنی داریم یا ذهنی و احساسی داریم، اصل قضیه اینه که اصلا تو کله گیر کردیم، اصلا تو این زندگی نیستیم. اکثرمونم یا تو گذشته ایم یا نگران آینده ایم. ولی وقتی شروع کنیم بیایم تو این، و یکی از اتفاقای چیز بهروز روزبه اشاره کرد در مورد مرگ، من دیدم آدمایی که بعد از تصادف، بعد از یه فاجعه، اینترابشنی که براشون اتفاق افتاده،
یهو شروع کردن قطر همون یه لیوان آبی که دیده دادی دستش داره میدونه. یا کسایی که بهشون گفته شده آقا شما 6 ماه دیگه وقت داری داری میری، اینا شروع کردن زندگی کردن از اون لحظه، تا قبل از اون زندگی نمی کردن. من مفهومی که صحبت کردم این بود که شما داری میگی چجوری بهزیستی داشته باشیم، من میگم خیلی از ماها داریم زیست میکنیم، زیست بیولوژیکال میکنیم، غذا میخوریم، مدفوع تولید، این کارا رو داریم میکنیم، کار میکنیم، تولید مثل میکنیم، ولی زندگی نمیکنیم. مفهوم زندگی رو دقیقاً، برای همین مفهوم زندگی رو اول باید بیایم برای خودمون باز کنیم. شما یه دونه سگو که بهش غذا میدی اگه خواسته بره یه جا بخوابه میره میخوابه، خوشحاله، حالش خراب نیست. گربت رو غذاشو میدی، آبشو میدی، اگر مثلا چند روزه بهش سر نزدی یا محلش نذاشتی داری تایپ میکنی، میاد سرشو میزنه زیر دستت، اون داره زندگی میکنه. ولی خیلی از ماها لحظات رو داریم میگذرونیم ولی توش زنده نیستیم. بعضی از ماها تو همون 20-21 سالگیمون مردیم. من مبحثی که دارم اشاره میکنم خیلی اتفاقا از همون جایی که شما میگی از خیلی پایه دارم نگاه میکنم. خب که ماها خیلی همون زندانی این ذهن میشیم، نتیجتا شروع میکنیم فقط سروایف کردن تو این زندگی. توضیحاتی که دکتر علایی داد فوق‌العاده بود، استپایی هم که گفته میشه فوق‌العاده است، ولی اگه بخوای یک کلمش بکنی، اولا یک کلمه ای اتفاق نمیفته. متوجه؟ یعنی یه چیزی نیست که ما با یک کلمه بگیم. من مطمئنم تئوری شما و پروسه‌ای هم که میری وقتی بذاریمش کنار هم یهو میبینی 24 ماه گذشت، یهو 36 ماه گذشت. This is not something. It takes years that I made this mess and it takes time to work it out, to know it, to unwind it. ببخشید من احساساتی شدم انگلیسی گفتم. فقط من صحبت‌های شما رو، خب الان ما داریم سعی می‌کنیم، الان یه مقدار مسیر شاید بد شد، الان یه جوری شده که انگار که من میگم من یه چیزی میدونم شما نمیدونین، اینجوری شده. من نیتم این نبود، ولی آخه آره. یه چیزی هست، یه نکته آره. میخوام مسئله... یه چیزی کشف کنیم این مسئله. آره آره. ببینیم ولی مسئله شنیدنه. ببین آره. مثلا دکتر تقوی اشاره کرد به اتیتود، نه؟ یا دکتر تقوی اشاره کرد به معنایی که ما به زندگیمون میدیم، درست؟ آره. نکته این خودش اگر ما همونو بگیریم باز کنیم یه سری گشایش ایجاد میشه، ولی اگر فکر کنیم ما دنبال یه لغت خاصی هستیم، درو میبنده برای اینکه مغزمون بره تو کشف. درست. عزیزانی که کار دکتر فرانکل رو خوندن میدونن که خب او لوگوتراپی رو کار کرده، انسان در جستجوی معنا رو ازش تو فارسی چاپ شده، و نکته ای که هستش اینه که انسانی که برای زندگیش معنایی داره، انسانی که چرایی داره برای زندگیش، با هر چگونه دیل میکنه، برخورد میکنه. اگر یه همچی چیزی میخوای، دکتر تقوی الان جواب داد. میدونی چه دارم میگم؟ یا چگونه بهش رسیدنم، خب خیلی راحت 1-2-3-4 میتونیم بگیم، ولی واقعیت اینه که اتفاقا بیاییم دعوت کنیم همه عزیزان رو که از این دیدگاه ماجیکال ثینکینگ، از این که یک کلمه میگم کارت آسون میشه، بیا من روغن مار دارم بمالی خوب شی، میدونی، از این بیایم بیرون و سوالایی بکنیم که آدما برن رو این که اوکی هست، راه وجود داره، میشه رفت، ساده است ولی آسون نیست. چون به نظر من بهترین راه ها خیلی ساده ان اتفاقا، ولی اصلا آسون نیستن. برای من اگه ول کنم سرازیری همینجوری میرم، ولی this is perfect، من میخوام از باقی بشم. خب
خب من سوال میکنم از استاد امان عزیز که آیا من درست متوجه میخوام به یه چیزی دست پیدا کنیم. خب شما اون چیزی که شما گفتین من اینجوری متوجه، یعنی در حقیقت با اون چیزی که دکتر تقوی گفتن تفاوتی نداشت. یعنی دکتر تقوی دارن میگن مایندست و چیزی هم که شما درش صحبت میکنین یک نوع خاص از مایندست یا مایندست های مختلفه که بر اساس اون ما یاد میگیریم که چجوری رفتار بکنیم، که حالا با اون معنای زندگی هم باز خیلی متفاوت نیست. آیا من درست متوجه شدم که صحبت شما در حقیقت همون صحبت مایندسته؟ این درست متوجه شدم؟ میشه گفت من و تقوی با هم دیگه اتفاقا از یه جا به قضیه نگاه میکنیم، ولی هر کدوم بخوایم بگیم به سبک خودمون همونو توضیح میده. اینم باز یکی از لطفای به نظر من لطفای انسان بودنه. ما هر کدوممون مدل خودمون همون کار همون یک کار رو مدل خودمون میکنیم. من فقط دعوتی که دارم اینه که یه چیزو تو فضای این باشه، چون من تو خیلی از صحبت ها من دائما این چیزای صحبت ها میبینم که یک جور میخوان قضایی رو یه جوری سادش کنن، ولی دنبال سادگی نمیرن، دنبال آسون کردنش میرن و بعد قضیه لوس میشه. من میخوام این اتفاق نیفته، چون مثلا اون چه که شما در تئوری میگی تئوری با ارزش کارم میکنه، اصلا منم تو مخالفت نیستم باهاش، ولی نکته ای که هستش اینه که شاید به ویکچر تراپی که شما داری میگی همون چیزیه که داره دکتر تقوی از جای خودش میگه، یا من از جای خودم میگم. منم اگه به ویکتیت تراپی شما رو چیز کنم ممکنه همین باشه که این دفعه چای لاهیجانو که ریختم هم عطرشو بفهمم، هم مزهشو بفهمم، هم کیفش کنم. بعد میبینم به ویکتیت تراپیش به همون چیزی رسید که من نظرم بود. به همین دلیل در مورد راه‌ها من اصلا چیز ندارم، ولی میخوام دعوت کنم همه عزیزان که حضور دارن نوع شنیدنمون دنبال آسون کردنش نباشیم، سادهش بکنیم، ولی آسون هیچ نتیجه به نظر من آسون و مفت به دست نمیاد. حالا نیت من بیشتر اینه که یکم عمیق‌تر بریم که همین اتفاقی که شما میگین رو، یعنی تو صحبتام اینو شنیدیم قطعا، که چگونه این اتفاق بیفته، یه راهی برای بهتر، حالا نمیگم کل راه رو توی یک کلمه بگیم، ولی یه دری باز کنیم که این کلمه در حقیقت دری باز کرده است که آقا شما به اینجا توجه کنیم. همونطور که شما میگیم که برفرض سلف اوارنس، خودشناسی، خودآگاهی، این به شما کمک میکنه و از اون در داریم ما رو میبرین. و حالا من دارم به این فکر میکنم نسبت به اون چیزایی که از شماها دوستان یاد گرفتم، این چه جوری باید اتفاق بیفته، همین این تکنیک هایی که شما میگین، همون مایندست عوض کردن، این مایندست عوض کردن چجوری باید اتفاق بیفته. شاید هم آخرش همینه، من دارم اشتباه میکنم و دقیقا شما اومدین در باز کردین که آقا داری اشتباه میکنی، این کارو نکن مثلا. شاید نمیگم شما اشتباه میکنی، میگم حواسمون باشه به شنیدن هر کدومون، چون خیلی آدما چون این صحبتو فقط اینجا که نمیشنون، بعدا هم شنیده میشه. دعوت کنیم عزیزان رو که دنبال یه راه حل، یه فرمول اینجوری ساده دنبالش اگر باشین راه به خیلی جاها نمبرین. این بیشترین چیز صحبت منه. بعدم اگر همه شما میگی قدم اول چیه، دکتر تقوی هم هر دفعه من میپرسه، منم هر دفعه هم میجاوب، قدم اول مشاهده است. تا من مشاهدگر این بدن، ذهن و احساسم نباشم، تا توش حضور نداشته باشم، تا با 5 تا حسم در رابطه نباشم، اینای دیگه هیچ کدوم کار نکنه، هر نمیکنه. چون هر چقدرم فلسفه داشته باشم وقتی نمیتونم غذایی که جلومه با حضور بخورم، عملا این بدن از بین میره. یعنی خیلی ساده اول باشم و با 5 تا حسم حضور داشته باشم، اول زندگی کنم، درست، بعدش اون وقت اینای دیگه، اول شکمه سیر شه، حالا بریم دنبال فلسفه. خیلی ممنون استاد امان عزیز. دکتر تقوی رو بشنویم و بعد برگردیم باقی دوستان.
جناب تقوی میشنم. مرسی از توضیحات روشنگر امان عزیز. در طی توضیحات امان و مکالمه بین شما دو نفر، دو تا مسئله به ذهن من متبادر شد. یکی این که در باز ارزش در بودنش از دست میده. اگه دری باز باشه بهش نمیگن در، میدونی هست، ارزش در بودنش از دست میده. مثل گیت باز دیگه، چون تو خیلی پراگماتیک بهش نگاه میکنی. در باز ارزش در بودنش از دست میده. اما در بسته دو تا واکنش داریم. یک، بسته است میشه بازش کرد. دو، بسته و قفله. من فکر میکنم سوال تو بیشتر نوع سوم دره. کدوم کلید رو به کدوم در بزنیم باشه؟ اینجا من میام چیزی که در جریان صحبت امام به ذهنم رسید و میتونم امید علایی و امان الله قهرمان رو به عنوان دو تا کوچ با افتخار غیر روانشناس دلیلم داره. وقتی میگم غیر روانشناس به این دلیل که خوبه اینا ممکنه آلودگی های ذهن من رو نداشته باشن، هرچند جفتشون انقدر وضعیت ذهنیشون داغونه که دائم مطالعه میکنن، هی میخونن، این اصلا چیز ول نمیکنن. یعنی یه آدم یه دکترا میگیره مثل ماها باد میکنه که من همه چی رو میدونم، اینا چون بادشون نمیخوابه هی پمپ میکنن. اما با افتخار به این منظر که منظرهای دیگر و از اون پوینت آف ویو های دیگر نگاه کردن و ایزن با افتخار خود من دوست دارم که کوچینگ رو نگاه میکنم بهش و خلاف بعضی از همکاران، کوچینگ با یک کلمه شروع میشه، questioning، و ما کلمه بسیار جذابی رو داریم به نام power questioning یا power questions. میتونن دوستانی که صدای منو میشنون یا این ویدیو رو میبینن این کلمه رو سرچ کنن، کتاب داریم coaching questions، هم فارسی ترجمه شده هم نه. شاید اگه بخوام بگم تو اون مایندست کدوم کلید در مایندست رو وا میکنه که پشت در ما بتونیم اتیتیود رو در آغوش بگیریم و در نهایت به زفاف و کام زندگی well being برسیم، questioning. حالا questioning مشکل داره، هی باید کلید به کلید کنی. اینم در گوشی تو کوچینگ میگن نمیدونیم چرا این اتفاق میفته، ولی ناامید نشو، چون معمولا کلیدی که به در رو وا میکنه معمولا آخرین کلیده. واقعا نمیدونیم چرا اتفاق میفته، ولی وقتی میخوایم مثال بزنیم به افراد که پرسیورنس یعنی اون پشتکار و ممارست رو از دست دادن، میگن عزیزم تو کلیدم که هست معمولا کلیدی که وا میکنه آخرین کلیده. بنابراین پاور کوئسچنینگ که اگر نخوایم وارد بحث، چون میتونیم یه سشن بذاریم، یک جلسه کامل بذاریم که اصلا مفهوم پاور چیه در این قسمت، مفهوم کوئسچنینگ چیه و چرا راهگشا است. شما سوالی که میکنی دقیقاً یه راهو میخوای ببندی، این چیزیه که راهی رو که میخوای ببندی داری باز میکنی، میگیم این دقیقاً مثل قیچیه که به نظر میرسه داره چیه درش بسته میشه، ولی وقتی میری تو سوراخ بازش میکنی قیچی از دو طرف چیکار میکنه؟ باز میکنه. بنابراین من یه قدم میخوام نظرمو بیارم عقب‌تر و بگم که آنچه که گیم چنجر لایف چنجر questioning. آنتونی رابینز یکی از اولین مدل هایی که اوورد فکر میکنه حدود 25 سال پیش یه مدلی بود به نام can I، هنوزم هست که برای دبستان ها و اینا استفاده میشد، بعدا وارد سکسس کوچینگ شد. من دوست دارم مدلشو، can I مخفف constant and never ending improvement، can I C-A-N-I که در این حال میشه من میتوانم constant and never ending improvement، بهبوده مستمر رو پایان ناپذیر. اصلا داستانش بر اساس right power questionه، یعنی سوالایی که منتهی به قدرت تو میشه، حالا میتونه قدرت درونی باشه، بیرونی باشه، اجتماعی باشه، اون بحث خودش شده، ولی رایته برای اون زمان و اون مکان هست که وارد مدل اسمارتی میشه که دویت زینی عزیزی هم توی awareness integration داره استفاده. مرسی، میشنوم از شما. متشکرم، خیلی عالی بود. خب الان یه دستاوردی داشتیم، به هر حال یه کلمه جدید بود، یه دیدگاه جدید بود دیگه، از مایندست شد کوئسچنینگ
البته این فکر کنم یه پله عقبش نیست، در کنار همه دیگه، درسته؟ چون که در حقیقت شما اومدین یه مایندست ایجاد کردین که کوشنینگ رو کوشنینگ جزء ابزارهای مایندسته، ولی آره. من عوض کردم نظرمو چون گفتی خیلی شارپ باشه همچین آره. آقا یه چیزی بگو که پنسیلین باشه، وقتی میره تو طرف آخ هم بگه، وقتی گفت آخ شما باید خوشحال باشی، یعنی آمپول تا طرف، اگه زدی آخ نگفت احتمالاً آمپول نزدی یا حواست نبوده. این آخه با کوئسچنینگ ایجاد میشه و خیلی هم سخته، یعنی اعتراف میکنم که سلف کوئسچنینگ، اصلا کلا سلف کوچینگ کار سختیه، با توجه به اینکه تای کوچینگه، با توجه به اینکه توی هیپنوتیزم میگن هر هیپنوتیزمی فاینالی سلف هیپنوسیس، تو منیجمنت امید اینجاست میدونه او اصلا منیجری میشه لیدر که این وسط سلف منیجمنت فرم میکنه، حالا سازمانیشو نمیگم شخصیتشو میگم، و توی کوچینگ علیرغم اینکه کلی کتاب داره به نام سلف کوچینگ، اون سلفه، اون ایگوه، اون من آرش تقوی هستم و سلام سر پادشاه و و و و و و پای استدلالیان چوبی موبت میزنه همچین زمین که نفهمی کجا خوردی، من نمیگم که جزء عقب تره، ولی من چون تو دلت میخواست خیلی شارپ بگم عوض میکنم و معتقدم که اگه بخوام بگیم مایندست و اتیتیود رو چی باز میکنه، کلید ما کوئسچنینگ، منتها کوئسچنینگ یک فنه، یک تکنیکه، تو باید بلد باشی که چه سوالی بکنی، برای اینکه این کلید به قول مولانا این خانه دو در دارد، کوئسچن اشتباه بکنی شرمنده، از اون باید بعد قل میخوری، یعنی به جای پاور کوئسچن میشه ویکنس کوئسچن. بسیار عالی، خیلی ممنون. خب ما 8 دقیقه دیگه بیشتر نداریم و تو این 8 دقیقه فقط جمع‌بندی کنیم که چی از، یعنی ما یه سوال اینجا مطرح شد که کلید بهزیستی انسان در چیست، و صحبت روز به این بود که مواجه شدن با ناشناخته‌ها و مرگ، چون که خودش نیست، جناب دکتر تقوی گفتن که مایندست و کوئسچنینگ، حالا پاور کوئسچنینگ هم در پرانتز اینجا بحث شد، و جناب دکتر علایی گفتن که others mat، دیگران هم، جناب دکتر یادآوری میکنین چی بود صحبتتون؟ others matter، جمله other people matter، other people matter، فارسیش چی میشه؟ دیگران اهمیت دارن، دیگران اهمیت دارن. جمله من جمله کریس پیترسون از بنیانگذار روانشناسی مثبت، بله، جمله سوممون بود، و صحبت جناب استاد امان، که غیر از این فکر کنم صحبت دیگه ای نداشتیم، همین 4 نفر بودن که اینپوت داشتن. استاد امان خودتون اگر که محبت کنین بگین جملتون رو به عنوان جمع‌بندی داشته باشین. ببخشید من میوت بودم. جمع‌بندیش قدم اول ورداریم و اینکه مشاهده کنیم بدن و ذهن و احساسمون و حواسمون به این 5 تا حسمون باشه، بیایم تو بدنمون کمتر فقط اینجا زندگی کنیم و تو لحظه باشیم. این تازه شروعه. خیلی از عزیزان میگن چجوری؟ فقط انجامش بدیم. موتون رو دارین شونه کنیم، حسش کنیم. وقتی دوش میگیریم آب با ارزشی رو که دارید رو خودتون میریزید حسش کنین، حضور داشته باشین، گرماش رو حس کنین، غذایی رو که دارین حالا هر جای دنیا که هستی هر قیمتی براش میپردازید وقتی میخورین واقعا باشین تو خوردنتون. وقتی این اتفاق میفته تازه درهای دیگه ای وا میشه. چی؟ من الان نمیتونم بهتون بگم، چون هر کدوم به سبک شما، به استراکچر اون شخص، باور سیستمش و اینا بستگی داره، ولی وقتی شروع میکنه تازه درهایی براش باز میشه که وارد قسمتهای دیگه میشه. ولی همه اینا که داره اتفاق میفته یک دونه لغت هست که دکتر تقوی بهش اشاره کرد، من هنوز روی اون معتقدم، و اون اینه ما اگر اتیتود آف گراتیتود داشته باشیم و زندگی کنیم و با هر چی که زندگی میکنیم قدرش رو بدونیم، we are enjoying it. اصلا مهم نیست چی داریم و چقدر داریم، مهم اینه که اون وقت در اون لحظه داریم تجربه مطلوبی از اون داریم. بسیار عالی، خیلی ممنون. خب منم اینجا فقط جمله خودم رو بگم که شاید به درد خورد، و بعد از اون اگر که استاد امان حرکات یوگا رو آمادگیش دارین استاد امان انجام بدین اون رو انجام شد.
آره اون نگاه 180 درجه اون فیوریت منه و اون شام فود کردنه. حالا صحبت من فقط از این که توی یه جمله گفته باشم، حتی این خیلی بحث داره، خود من همیشه سوالم این بوده که این گیم چینجره چیه، از کجا باید شروع کنیم، و همین این که مایندسته، اصلا این مایندسته چجوری به وجود میاد، این کوئسشنه چجوری به وجود میاد. خیلی دیگ کردم دیگه، از سال 2012 من همش درگیر این بودم دیگه، الان 10 سال داره میشه کم کم، و به این رسیدم که speed and quality of communication. حالا این communication چیه؟ بحث داره دیگه، سرعت و کیفیت مکالمه، نمیشه گفت ارتباطات. حالا ما مکالمه های درونی داریم، مکالمه بیرونی داریم، بر اساس این مکالمات درونی این mindset ما شکل میگیره. حالا حتی قبل از اینکه مایندستی شکل بگیره خیلی راه هست که به اونجا شکل بگیره. همین این چیزی که شما الان صحبتی که کردین ما یاد بگیریم، در حقیقت طی یک مکالمه درونی ما اون رو تحلیل میکنیم و تبدیل میشه به مایندست. توی این فضا من دارم صحبت میکنم، و بخوام توی یه جمله بگم، سرعت و کیفیت ارتباطاته که میشه ارتباطات درونی و ارتباطات بیرونی. ولی این که کلمه ارتباطات و مکالمات چی هست، اون چیزی نیست که عوام فکر میکنن و شاید بعضی از دوستان اینجا فکر کنن. سر این من صحبت بسیار دارم که اصلا چی هست، و یکی دیگه این که اصلا کلمات ناتوانن در توصیف بودن انسان، چون که انسان بر اساس کلماتی که میشناسه دنیای بیرونش رو و حتی دنیای درونش رو درک میکنه. به گفته لادویگ ویتگنستاین، اگر که ما کلمه‌ای برای چیزی نداشته باشیم نمیتونیم به اون چیز فکر کنیم. یعنی الان شما نمیتونید به چیزی فکر کنین که درش کلمه‌ای نداری. یکی از دوستای من موزیسینه، گفت نه یه حالتایی هست من داخلش میرم با کلمه توصیف نمیشه. گفتم خب اون حالته چجوری؟ گفت اینجوری. گفتم علت اینه که نمیتونی توصیفش کنی، الان بگی برای که کلمه نداری. الان اون حالته رو برای خودت بفهمش، درکش کن، بعد کلمه براش بذار. مثلا بابکت چیوت که مثلا من گذاشتم، مثلا میگم بعدش دیگه میگی این کلمه دیگه، خودت لااقل میدونی در مورد چی داری صحبت میکنی. حالا صحبت من اینه، اون چیزی که گیم چنجره اینه که ما کامیونیکیشن درونی خودمون و بیرونیمون هم سرعتش خوب باشه، بهتر بشه، و هم کیفیتش بهتر بشه، که تمام اینا نهایتاً میرسه به اون مایندست و اون چیزی که شما گفتید. حالا من سعی کردم که دیک کنم، برم عقب‌تر ببینم اون عقبش چیه، و از علم شما استفاده کنم که بازم گیر میدم، ول نمی کنم، بازم ازتون میپرسم، به چالش میکشینم، هرچی هم شما بگیم بابا این به درد نمیخوره، من شما رو ول نمی کنم، بازم ازتون میپرسم. الانم که افتخار حضورتون هست، تشکر کنم فقط از تمام دوستانی که حضور پیدا کردن، رضوی عزیز که رفتش، دکتر علایی عزیز، دکتر تقوی، استاد امان عزیز، و اون حرکت آخری رو اگر که حرکات درخواستی رو انجام میدین، اون چشه رو حتما اینکلود کنین توی. آرش میکنم، چشم، به کمال ما میل. اولا خسته نباشید، گود جاب، اکسلنت ورک. عزیزان یه توجه بکنیم ببینید ذهنتون چقدر آروم یا چقدر شلوغه. اگر هر جوری که هست هیچ اشکال نداره، یه تکنیک رو با هم میخوایم انجام بدیم، ولی ببینید چه تأثیری روی ذهنتون میگذاره. اول ببینید ذهن چطوره، شلوغه، آرومه؟ اگر آرومه باز و روشنه یا بسته و تاریکه؟ اگر شلوغه مثل قطار همه افکار دنبال هم مربوط به هم میره، یا یعنی اینکه مثل گنجیش داره این برای بر میپره؟ هر جوری که هست هیچ اشکال نداره، فقط نسبت بهش آگاه باشه. هیچی رو هم عوض نکنید. حالا همونجور که نشستین ستون فقراتتون رو صاف کنید، مقابلتون نگاه کنید، حتی اگه یه دیوارم هست مسئله دیدن دیواره نیست، مسئله اینه که دیدگاهتون رو انقدر باز کنید که از دست راستم، من الان دست راستم از گوشه چشم راستم میبینم و دست چپم هم از گوشه چشم چپم میبینم، یعنی تقریبا 175-6 درجه، تا اگه بعضیاتون بیشتر هم بیتونین 180 فکر نمی کنم عملا باشه، ولی 170 خورده ای میتونین ببینین دیدگاه جلوتون. یه نقطه رو بهش نگاه میکنین، ولی فقط به اون یه نقطه نگاه نمی کنین، همه میدون دیدتون رو بهش توجه کنین.
همینطور که به همه اون میدون دید دارین توجه میکنین و روی یه نقطه وانست دادین، توجهتون رو بیارین به فکراتون، ببینین فکراتون چطور میشه، چه اتفاقی با ذهنتون میفته. نفس عمیق بکشید، آروم برگردید، چشماتون رو باز کنید. امید جان چه اتفاقی افتاد؟ من فقط قسمت آخرش گفتین چشماتون باز کنید، گفتم باید چشمام بسته بود، بعد گفتم خب اگه بسته بود 180 درجه چجوری میدیدم. Good point. آره ولی مثل چیز دیگه، والا قبلش من جنجال داشتم دیگه، خیلی اکتیو بودم و تحلیل میکردم و فکر میکردم و این بازتابش بود، این آب رو آتیش قشنگ، حالا نمیشه گفت آتیش چون که حالا اونم خوبی خودش داشت دیگه، جنجال داشت تحلیل میکرد، ولی یه دفعه این مثلا ماشینی که گاز داره میده یه دفعه موتورش رو آیدل میکنی، همچین حالتی داشت، خیلی عالیه. ولی جالبیش اینه که چون که شما میگفتین این تأثیر رو داره، وقتی خودت بخوای انجام بدی مثل که خودت خیلی جدی نمیگیری، اون یه دفعه اینجوری نمیشی. الان چون که خیلی موقع رانندگی میتونی انجام بدی، بسیار برای رانندگی هم فوق‌العاده است. البته همون آره. گفتی چشما بسته نیست واضح موقع رانندگی. آره نه تو رانندگی جاده ایم مدام انجام میدم و اینجوری نیست که حواست پرت شه، فوق‌العاده حواس جمعی، فوق‌العاده ریلکسی و همچین حالتی رو تجربه نمی‌کنی معمولا، که فوق‌العاده حواس جمع باشه و ریلکس هم باشی. و خاصیتش هم اینه که ایده های خلاقه خیلی میاد بالا، ذهن بازه، خیلی هدیه، کلی هدیه داره، مخصوصا برای کسایی که را دستشون نیست بتونن بشینن مدیتیت کنن، همین که بتونن جلوشون نگاه کنن و تمام این میدون دید رو ببینن. آره. همین که این کار رو میکنن. خوشبختانه دکتر جف هاکینز تو 1000 مایند توضیح میده که چجوری کورتکس با بینایی اینوالوه و درگیر میشه که اینجور ذهن خاموش میشه. خیلی جالب بود وقتی میخوندم، گفته ایشون توضیح داد که ما چیکار میکنیم تو این تکنیک. دکتر تقوی برای شما چطور بود وقتی مقابله نگاه کردیم؟ خب من خیلی تو این سه ماه گذشته خیلی مقررندگی این تجربه رو عملی داشتم، جوری که تقریبا دیگه نگاه کردم به آینه های بغلم و تقریبا دیگه میتونم توی این، یعنی سر تکون نمیدم. همونی که گفتی واسه موقع رانندگی خیلی چیزه واسم، خیلی خیلی موانع خلاقیتمون کم میکنه، سرعت ذهنم و با ترجیحی که همزمان با اون تمرکز و تنفسم دارم. فوق‌العاده. من نیست، من دارم ماشین رو میرونم یا ماشین داره من رو میرونم، مشخص کنید کی سواری کیه. فوق‌العاده. دکتر علایی شما مایل هستید با ما شیر کنید اگه تجربه‌ای داشتید؟ صدای من میاد؟ بله. من تجربه من دیدن بود، یعنی من فقط توی دیدن بودم، توی چیز دیگه نبودم، یک جوری احساس تجربه فلوت بود، در این حال خیلی هم الرت بودم، یعنی میشه گفتش که خلسه ای نبود، تو الرت دیدم بودم. و اتفاقی که افتاد اینجا، حالا من جلوی پنجره هستم، هی ابر میره میاد، نور زیاد میشد، انگار که شما توی سنی نشستی هی نور زیاد و کم میشه و توجه به اون بود، خیلی جالب، یعنی اتنشن و اورنس اینکریز میشد و من کاملا هم هیچ فکری نبود، مثلا همونجور که امید جان گفت انگار رفته بود، حالا من این ابر بود که رفته بود و یه ذره حالا من عینک میزنم، به نظرم سوء چشم بیشتر شد، به نقاط دورتری رو میتونستم ببینم. فوق‌العاده. نمره عینک، چون که وقتی عینک رو عوض میکنی شفافیت دید به وجود میاد، برای اون کسی که آستیگمات برای من ذره شفافتر هم میشد. جالب بود، مرسی. برای اونایی که مثل من و شما عینکی هستن، اگه عینک رو برداریم این کار رو بکنیم، تازه تجربیاتی با تصاویری که میبینیم خواهیم داشت، چون
چشمه یه جور دیگه شروع بکنه کار کردن. امتحان کنید. You will enjoy it very much. خانم مژگان اگر مایلی شما در میون بذارید. بعد صدای من هست؟ بله بله بفرم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، جناب آقای استاد قهرمان عزیز، استاد گرامی خودم آقای دکتر تقوی عزیز و بقیه اساتید و از آقای امید نعمتی هم خیلی تشکر میکنم بابت توضیحات خوبشون. استاد قهرمان این خیلی تجربه جالب بود. من با اینکه خودم 22 ساله که مدیتیتور قوی هستم ولی توی خود ویپاسانا که انجام میدم انقدر نتونستم تمرکز داشتم، ولی یه دقیقه که شما اینو گفتین احساس کردم چقدر ذهن یهو آروم شد. یعنی چون همیشه شروع که میکنی مدیتیشن میکنی ذهن شلوغه، واقعا همون مثالی که قبلا هم زدم مثل میمون از این شاخه به اون شاخه میپره، ولی شما که اینو گفتین اولا منم مثل آقای نعمتی چشام باز بود، چون قرار بود باز بشه، قرار بود باز بشه، من پس درست بود. آها فکرام باز بشه، این چیز بود از دهن من پرید، گفتم چشماتون رو باز کنید. چه جالب، پس آنکانشس من درست انجام دادم. بله کاملا صحیح. بله چشم باز بود، به همون نقطه دور نگاه کردم یه نقطه، و به محض اینکه همین چیزی که شما فرمودین این حوزه دید رو از چپ به راست همینطور نگاه میکردم، یعنی حواسم بود، نه که شما گفتین چشم که قرار نبود بچرخونیم، فقط به اون نقطه ثابته، فقط مقابل رو نگاه. بله ولی همه میدون رو میبینیم، فوق العاده همه میدون رو. بله همین حالت خیلی تمرکز خوبی داد، یعنی کاملا ذهن من اون لحظه اصلا دیگه فقط رفت به همین هیته، همین چیزی که شما گفتید، و خیلی جالب بود برام، تجربه خیلی فوق العاده بود. ممنون ازت، خوشحالم که انجام دادین. عزیزان ما از وقتمونم گذشته، با تشکر از همه عزیزان که در میون گذاشتین، به ما گوش کردید و با ما بودید. این برنامه ها هم توی رادیو قاصدک و هم دانش و بینش پخش میشه و در این حال در روی تلگرام کاوش هم به صورت پادکست خواهد بود. ممنون و متشکر، مراقب خودتون باشید. ممنون و متشکر از جناب امید نعمتی با چالش هاشون و سوالاتشون. خوب و خوش باشید.